کتاب های صوتی این مجموعه اختصاصا برای کانال شبنشینی هالو تهیه شده است به شبنشینی هالو خوش آمدی جانا که نقل مجلس آن قصه های شیرین است. سفرنامه پیترو دولواله ترجمه شجاعدین شفا دنبالی گفتگو با شاه عباس شاه سپس موضوع شاه اسپان را پیش کشید و پرسید چرا او با ترکا جنگ نمی کند جواب دادم او اقداماتی را که می تواند انجام می دهد ناوگان اسپان در دریاها گردش می کنم و همه ساله تعداد قابل توجهی از نافگان های ترک را به قنیمت می گیرم. و در خشکی نیز قلاع ترکا را ویران می سازند و تعدادی از سربازان آنها را اسیر می کنند در حالی که تورگا قدرت انجام چنین کارهایی را در کشور ما ندارند و نیروی نظامی آنها که اینقدر موجب حراس همه شده است جرأت ندارد به خاک کشورهایی ما حمله کند و به طور خلاصه چه در زمین و چه در دریا بیش از این حد نمیتوان از قوای اسپانی انتظار داشت شاه گفت این بسیار کم است و اثر ناچیزی دارد باید جزیره قبرس را از ترک ها گرفت و عرض مقدس را از چنگشان بدر و اگر او به جای پادشاه اسپانی می بود یا مرگ را استقبال می کرد و یا بیت المقدس را آزاد می ساخت. جواب دادم لشکرکشی از ما دریاها کار آسانی نیست و انجام آن به واسطه لزوم دریانوردی طولانی و امید کمی که به دریافت کمک های خارجی می رود امری دشوار است. مضافم به اینکه پادشاه اسپانی در بین کشورهای غربی نیز دارای دشمنان زیادی است که با آنها اختلاف عمیق و طولانی دارد و گرچه وی پادشاه مقتدری است ولی کشورهای تحت سلطه او متحد نیستند و در این پراکندگی از طرف دشمنان او احاطه شدهاند و بنابراین نمیتواند بدون سنجیدن تمام اطراف و جوانب کار نیروهای خود را از این سرزمینها خارج کند و به دور دوردست ببرد و روی هم رفته کشورهای ما با مشرق زمین که در آنجا همه چیز به شاه تعلق دارد و همه از مایملک او استفاده می کنند و سرباز شاه هستند و هر کجا او بخواهد می وضع متفاوتی دارد گفتم در کشور ما گرچه قسمتی از عراضی تعلق به پادشاه دارد ولی سرزمین های زیادی نیز متعلق به اطباع او است که چون آنها را از پادشاه دریافت نکردند مجبور نیستند به جنگ بروند مگر اینکه حقوق مناسبی به آنها داده شود یا خودشان داوطلب این کار شوند و به تب تعداد این گونه اشخاص قلیل است و در نتیجه برای یک پادشاه مغرب زمین زیاد آسان نیست که نیروی زیادی که لازمی لشکر کشی به ما برای بهار از فراهم سازد از طرف دیگر برای اعزام چنین نیرویی به تعداد کافی کشتی احتیاج داریم که متاسفانه آن هم به علت متعددی فراهم نیست زیرا با توجه به قوای عظیم ترکا ما هم باید متقابلا تعداد زیادی از افراد خود را گسیل داریم که حتی سوار شدن تمام آنها به کشتی ها امری تقریبا غیر ممکن است این پاسخ به نظر شاه صحیح آمد و طبق عادت خود تمام آن را برای اطرافیان ترجمه کرد سپس پرسید دشمنان نزدیک پادشاه اسپانی چه کسانی هستند و قبل از اینکه من سخنی گویم خود او اضافه کرد طرفداران لوتر جزء این عده هستند گفتم بله اسپانی و فلاندر از طرف دریا و خشکی با طرفداران لوتر و ملل مختلفی که نمیتوان به آنها اعتماد کرد همسایه اند و اسپانی خیلی نزدیک مورها در آفریقا واقع شده ایتالیا نیز نزدیک تورکا و مورها است و هر دو این کشورها با هندی ها و هزاران دشمن دیگر طرف هستند شاه به هندی نباید اهمیت داد زیرا آنها در جنگ پشیزی ارزش ندارند واقعا حق به جانب او بود زیرا کسانی که برای کشتن حشرات آنقدر وسواس به خرج میدهند طبعا تمایلی به آدم کشی ندارند و به همین مناسبت پرتغالی ها توانستند در آنجا به این آسانی پیشرفت درخشانی بکنند ولی اکنون به علت اینکه پرتغالی ها از خود ندارند و کسی نیست تا قم باشد وضع نامطلوبی به هم زده اند شاه گفت برای از میان برداشتن دشمن و در راه ایمان و عقیده از بذل مال نباید دریغ کرد پادشاه اسپان باید تمام قوای خود را جمع کند و آن را گاه بر ضد یک دشمن و گاه بر ضد دشمن دیگر به کار برد و کم کم دشمنان خود را از پای درآورد ولی نخست باید از نزدیکترین دشمنان یعنی مدعیان و دشمنان خانگی شروع کند و عدالت و امنیت را در کشور خود مستقر سازد چنانکه من در ایران اول به قلع و قمع دشمنان داخلی پرداختم جواب دادم که در ایران این امر میسر است زیرا تمام کشور متحد و پشتیبان شاه است و بی میتواند به هر کجا بخواهد نیروی شگرف خود را گسیل دارد و در دل همسایگان وحشت اندازد در حالی که وضع پادشاه اسپانی کاملا با او فرق دارد و همانطور که قبلا گفتم تمام سرزمین های متعلق به او با یکدیگر اختلاف دارند و به علاوه از هم دور هستند به طوری که وی نمیتواند بدون گذشتن از کشورهای دشمن به قسمت از خاک خود راه یابد شاه گفت این دلایل برای اجتناب از جنگ قانع کننده نیست و علت اصلی این است که شاه اسپانی روح سلحشوری ندارد و سرباز نیست در حالی که او باید خود پیشاپیش سپاه اسب بتازد و فقط در این صورت است که در کارهای خود توفیق خواهد یافت و اصولا هیچ پادشاهی نباید کاملا به وزیران و سرداران و عمرای خیش متکی شود و شاهی که امور سلطنت و کشورداری را به این گونه اشخاص واگذارد بدبخت خواهد شد زیرا این گونه مردم بیشتر در اندیشه منافع خیش و گردآوری مال و تحصیل قدرت هستند و چون راحتی خود را میخواهند برای پیشرفت کار و فتح سرزمین های تازه از خود اشتیاقی نشان نمیدهند. شاه اضافه کرد که به همین سبب من همه کارهای مملکت را به میل و اراده و مسئولیت شخص خود انجام می دهم و حاضرم یا جان خود را فدا کنم و یا بر دشمنان خیش فائق آیم و ایشان را به اطاعت از عوامر خود وادار سازم نمیدانم به چه مناسبت در این موقع از گرجستان و تحمورس خان صحبت به میان آمد شاه عباس بر سر زنی که تحمورس خان پس از مرگ زن اولش گرفته است بابه جنگی و او را از کشورش بیرون کرد این زن خواهر لحراس خان زیرنویس لوراسپان دوم که از سال 1605 تا سال 1614 پادشاه کارتلی بود و در آن سال بر اثر حمله شاه به گرجستان تاج و تخت و سپس جان خود را از دست داد. دنبال مد امیر گرجی دیگری است که شاه خواهر دیگر او را چندی پیش به همسری برگزیده و اکنون هم در زمره زنان سوگلی اوست. شاه مدعی است که این زن متعلق به اوست زیرا به وسیله نامه و یا وسایل دیگر او را آگاه کرده است که آرزو دارد به همسری شاه مفتخر گردد و زن قانونی او شود و شاه نیز با این وصلت موافق بوده است البته سن وی امروز به اندازه است که ظاهرا برخلاف ادعای خویش نباید از غم عشق پریشان و ملول شود و به عقیده من دختر هم لابد عاقلتر از آن است که شاه عباس پیر را با زنان بیشمارش بر تحمورس جوان و همکیش و همخون خود که جز او زن رسمی دیگری ندارد ترجیح دهد. برحال حال خان که قبلا از دوستان وفادار شاه عباس بود این زن را برخلاف میل او گرفت و وقتی شاه درخواست کرد که زن را نزد او فرستد با آنکه به جنگ تهدیدش کرده بود از میدان به در نرفت و اظهار داشت قوانین و شرافت مسیحیت او را از چنین عملی باز می‌دارد. و چون شاه بدخویی آغاز کرد او نیز با کمال شجاعت وظیفه دفاع از این زن را با شمشیر به عهده گرفت در نتیجه کشورش از دست رفت و به دست شاه عباس مبدل به ویرانه ای شد و بسیاری از رؤایا و نزدیکان تحمورسخان به اسارت درآمدند و به نقاط مختلف ایران تبعید و محکوم به زندگی اسارتباری شدند ولی او هنوز هم پایداری می کند و گاه در خاک ترکا یا در کشور برادر زن خیش و گاه نیز شاهزادگان دیگر گرجی که با او خیش و قوم هستند و کشورهایشان به واسطه موانع طبیعی موقعیت مستحکمی دارند به سر میبرد کشور تعمورس نیز موقعیت مستحکمی داشت ولی اطرافیان به او خیانت کردند و در نتیجه او مجبور به ترک وطن گشت بس است این بحث طولانی است و من به همه ماجرا آشنا هستم ولی این نامه برای شرح آن کافی نیست به طور خلاصه میگویم گرچه شاه خود را عاشق دلخستی آن زم قلمداد میکند و به عادت مردمان مشرق زمین باز وی خود را میسوزاند و نامه های این زن که او را به کنار خود خوانده است نشان میدهد اما به گمان من تمام این عشق و علاقه چه از طرف او و چه از طرف آن زن دروغ است و شاه عباس میخواهد بدین وسیله ممالک تحمورز خان و سایر امیران گرجی را متصرف شود. البته مقدمتا برای جنگ و ستیز هیچ گونه بهانی وجود نداشته است. به این معنی که تهمورزخان خان با شاه دوست بوده و به او همه گونه احترام میگذاشته است. حتی موقعی که جنگ خونینی میان طرفین جریان داشت، تحمورز خان برای آرام کردن شاه مادر و دو فرزند خود را پیش او فرستاد و آنها اکنون در شیراز به سر میبرند بچه ها را که بسیار کوچک بودند به دین اسلام درآوردند و حتی به دور که گفته می شود آنها را مقتوع و نرس کرده اند تا نتوانند بعدها به خیال وراست و تخت و تاج بیفتند به این ترتیب لازم بود برای شروع مخاسمات موجبی پیدا شود و چه بهانهای بهتر از این که از یک فرمانروای مسیحی زن او را مطالبه کنند زیرا مسلما حتی اگر مملکت و جانش از دست برود به چنین عملی مبادرت نخواهد جست ولی چون مطالبه همسر دیگران عمل زشتی است لازم بود چنین وانمود شود که خود زن طالب آن است و موضوع عشق و علاقه به میان کشیده شود تا توجیهی برای این امر مضمون باشد و چنین ادعا کردند که قبلا این زن به شاه ایران علاقمند بوده و به او وعده ازدواج داده است به هر حال چه میخواهد باشد همانطور که ضرب المثل لاتین میگوید در هر بدبختی فقط پای یک زن در میان است فعلا تمورس خان دوباره جنگ را شروع کرده و با ترکها علیه ایرانیان متحد شده و از آنها قوای زیادی مرکب از تاتارها دریافت کرده است تا به کمک این قوا و سپاهیان خیش یعنی قسمت اعظم خانواده های اصیل گرجی که فعلا متوجه حقانیت او شده و با صمیمیت زیاد از او پشتیبانی می کنند و با بد و خوب زندگی شریک شده اند با قوای ایران سخت بجنگد و حتی زنان این طایفه نیست که مسیحی هستند موقع لزوم پیاده یا سواره به خوبی نبرد می کنند. وی به کمک این قوا میکوشد تا مملکت خود را پس بگیرد و تا سرحد امکان به حریف خود سرمه وارد آورد و از طرف دیگر سردار ترک نیز با سی هزار سربازی که در اختیار دارد سعی می کند شاه را در طرف دیگر گرفتار سازد شاه موقعی که ضمن صحبت به موضوع خان رسید گفت حالا او متکی به تاتارهاست که با تیرهای خود ترتر می کنند در این موقع او با حرکات و اطوار مخصوصی به عنوان مسخره این صدا را از دهان خود بیرون آورد بگذارید بیایم تا ببینند من با آنها چه معامله خواهم کرد. در همان حال دست راست را به شمشیر خیش برد و حالت فرماندهی که میخواهد فرمان حمله دهد به خود گرفت. ولی فورا از آن چه گفته بود پشیمان شد و چنان که گویی از تقدیر و سرنوشت بیمناک است دو دیده بر آسمان دوخت و گفت نه نه غلط کردم. نباید چنین چیزی گفت توبه توبه جز آنچه مشیت الهی است عملی انجام نخواهد گرفت و همه چیز در ید قدرت اوست بعد از آن وی شروع به صحبت درباره جنگ و نحوه ضربت زدن کرد و چون یکی از اطرافیان درباره جنگ سوارکاران صحبت کرده بود شاه طرز مبارزه با شمشیر را تشریح کرد و گفت چند قاعده باید حتما رعایت شود یکی اینکه هیچ وقت نباید سوارکار را هدف ساخت زیرا این عمل بسیار مشکل است و فایده ای هم ندارد در عوض باید سعی کرد ضربه را به اسب وارد ساخت زیرا با افتادن اسب کار سوار نیست تمام است و در حقیقت با یک تیر دو نشان زده می شود دوم اینکه کمتر ممکن است بر صورت اسب زخم مهلکی وارد کرد زیرا این ناحیه استخانی و سخت است و در نتیجه باید سعی کرد شمشیر بر گردن اسب فرود آید چون حیوان دیگر نمی تواند وزن سوار خود را تحمل کند و فورا به زمین میافتد سوم اینکه وقتی دشمن به زمین افتاد نباید بلافاصله پیاده شد و برای گردن زدن او شتاب در مشرق زمین بریدن سر و ارائه آن یکی از علایم افتخار است یا قصد کندن لباسهای او را کرد زیرا در این عمل خطرات زیادی نهفته و چه بسا مردی که به زمین در قلتیده هنوز نمرده و میتواند حمله کنند را از پای درآورد در این گونه موارد بعد دشمن را نخست با نیزه زخمی ساخت و بعد در حالی که اون نیمه جان است از اسب پیاده شد و سر او را برید و وسایلش را به قنیمت برد چهارم اینکه نیزه نباید در روی زین قرار گیرد و نوک آن به سمت خارج باشد زیرا در این صورت وقتی دشمن نزدیک شد نمیتوان عمل موثری انجام داد باید نیزه را پایین گرفت و بازی را رو به عقب برد تا به این ترتیب موقعی که دشمن نزدیک شد مرد جنگجو دست خود را با نیزه به جلو پرتاب کند و ضربه مهلکی وارد آورد. شاه صحیح می گفت و این مطلب نباید به نظر سواران ما که عادت دارن نیزه را روی زین گذارم غیر عادی تلقی شود. زیرا شکل نیزه ایرانیان با شکل نیزه های ما به کلی متفاوت است. سخنان شاه با تحسین حاضرین مواجه شد و برای اینکه من از قافل عقب نمانم گفتم همیشه درس را باید از معلم و متخصص فرا گرفت و در جنگ نیز استاد مسلم شاه است که سالهای متمادی اوشون خود را در صحنه کارزار زیرکانه رهبری کرده است شاه با شکست نفسی و خوشحالی خندی و گفت واقعا کار زیادی در این راه انجام نداده است در پاسخ اظهار داشتم که دیگران باید قضاوت کنند و تمام دنیا امروز به این حقیقت واقف است در مورد زخمی کردن اسب گفتم ما غربی ها نیز در موقع جنگ به این مطلب توجه داریم منتاب های اسب را آماج قرار می دهیم تا زودتر به زمین افتد چون شاه مایل بود از شیوه جنگ کردن ما آگاه شود در این باره با او صحبت کردم و راجع به تشکیل سپاه نیز اطلاعاتی در اختیارش گذاشتم و از وضع پیاده نظام و ترتیب قرار گرفتن سوار نظام و توبخانه و چیزهای دیگر مطالبی برایش گفتم که با لذت به آن گوش داد و برای اطرافیان همه را بازگو کرد به خصوص برای آنها با علاقه تمام توضیح داد که چگونه گلوله تفنگ از راه دور به هدف میخورد و از ضربه ای چنین مهلک وارد می کند. در حقیقت مدتی است که شاه خیال دارد سپاهی از تفنگداران مجهز به تفنگهای جدید تشکیل دهد ولی هنوز در این را توفیقی نیافته است شاه سپس از پادشاهان مسیحی سوال کرد و گفت چرا آنان در مقابل ترکها با یکدیگر متحد نمیشوند به او پاسخ دادم که آنها با یکدیگر اختلاف دارند و خیلی مشکل است که بتوانند در امری وحدت نظر به دست آورند و یک خطاب به کسان خود گفت اگر این پادشاهان با یکدیگر اتحاد داشتند سلطان و عثمانی اکنون در قسطنطنیه نبود و بعد خطاب به من اظهار کرد به طور کلی مسیحیان تمایلی به جنگ ندارند و راحتی را ترجیح میدهند و واقعا شرمآور است که آنان به علت اختلافات داخلی خود را چنین زبون و ذلیل ترکا کردند گفتم سلطان عثمانی تا به حال خاک کشورهای ما را فرد نکرده است و آنقدر که ما به او صدمه زده ایم صدمه ای به ما وارد نیاورده است شاه گفت او قسطنطنیه و یونان را گرفته است پاسخ دادم یونان نیز مانند روسیه جزء فرنگستان محسوب نمی شود. گفت عراضی بسیاری در مجارستان نیز به دست او مسخر شده است و با وجود که این حرف حقیقت محض بود من برای دفاع از مسیحیان گفتم ما قسمت اعظم این سرزمین را سالها پیش ضمن جنگ از ترکا پس گرفتیم شاه گفت تنها اوست که مجدانه با ترکا می جنگد و اگر او نبود ترکا تا روم پیش رفته بودند با قیافه جدی جواب گفتم نمیدانم ولی بارها شده است که میان ایرانیان و ترکا حالت جنگ برقرار نبوده و با وجود این سلطان عثمانی به خیال جنگ با ما نیفتاده است و یا اگر به این عمل مبادرت کرده با تحمل خسارات فراوان به سر جای خود بازگشته البته می توانستم بگویم که او به علت اجبار و فقط برای دفاع با ترکا جنگ می کند ولی ما داوطلبانه می جنگیم و آنها را به این کار تحریک می کنیم به علاوه جنگ پرثمری که ما در مجارستان با ترکا کردیم باعث شد که شاه با استفاده از موقعیت شهر تبریز و سایر شهرهای آذربایجان را که اکنون با غرور از آنها صحبت می کند پس بگیرد و این امر را در حقیقت بیش از آنچه مدیون قدرت نظامی خود باشد مدیون بخت و طالع است ولی این مطلب را نخواستم بر زبان بیاورم زیرا در حالی که این قدر به من محبت میکرد صلاح نبود خشم او را برانگیزم مضاف به اینکه میدانستم خودش بیش از هر کس به کنه غذایا آشنایی دارد منتها نمیخواهد آن را بازگو کند در واقع اگر میان ترکا و ایرانیان این دریایی که ما را از ترکا جدا می کند وجود نداشت شاید آنها هرگز با یکدیگر نمیجنگیدند یا بهتر بگویم مدقا با اسم دیگر نیز آشنا نمیشدند به تقلید شاه با کبر و غرور خاصی گفتم مسیحیت از ترکا هیچ کنه ترسی ندارد و آنان چه در جای دیگر مشغول جنگ باشند چه نباشند برای ما فرقی نمی کند و مثلا مملکت پا که بزرگ هم نیست حتی اگر قدرت ترک چهار برابر بشود از آنان وحشتی در دل حس می کند چون اگر چه ما انقدر نیرو نداریم که به خارج گسیل داریم ولی برای حفظ و حراست سرزمین خودمان عده سربازان ما از شمار خارج است زیرا در صورت بروز چنین واقعی همه سرباز محسوب می شوند و پولدار و بی پول اسلحه و برای دفاع از خانه و زن و فرزند خود می جنگند. به این مناسبت وضع مدافعان غیر نظامی جوامع غربی را که در مشرق زمین مشابه هم وجود ندارد تشریح کردم زیرا در شرق گذشت از سربازان حقوق بگیر بقیه مردم به امور جنگی کاری ندارند و شاید اصلا نمیدانند اسلحه چیست گفتم نزد ما کافی است که زنگ ها به صدا درآید تا بلا فاصله هزاران هزار نفر مرد مسلح و آشنا به قوانین و قواعد جنگی در هر کجا لازم باشد گردآیند در درباره وضع فانوز های دریایی و علامت آنها نیز با یکدیگر صحبت کردیم و گفتم با این علامات به زودی تمام نقاط دورافتاده از جریان ماوقع مطلع می شوند. این مطلب را شاه با علاقه تمام گوش میداد و چون بسیار تیز هوش است قادر بود آنها را در چند کلمه برای اطرافیان به نحوی که آنان بفهمند توضیح دهد در آخر از من پرسید چرا پادشاه اسپانیا با کشتی های جنگی خود دهانه بحر امر را نمیبندد تا قاهره و سایر شهرهای مصر گرفتار قهد و قلا و مواجهه با مشکلات عظیم شوند. این یک نظریه قدیمی شاهان ایران است که آن را طی های متعدد به اطلاع پادشاهان پرتغال نیز و شاه عباس از طرفداران سخت آن است و گمان میکنم دون روبرتو شرلی انگلیسی که سابقا سفیر شاه ایران در روم بود و اکنون نیز مجددا به عنوان سفیر شاه نزد پاپ و دربار پادشاه اسپانی بان آن صفحات عظیمت نموده است این فکر را در مغز او جای داده باشد پرتغالی ها هزار بهانه آوردن که این عمل را انجام ندهند ولی همه آنها به نظر من پوچ است زیرا سابقا چنین کاری را با موفقیت انجام دادن حتی ضمن عبور از بر احمر اده زیادی از آنان خود را تا حوالی کوه سینا رسانیدند و از همین طریق موفق شدند قوای خود را به نیروهای پادشاه حبشه که مسیحی است ملحق سازند و به کمک او مصائب عظیمی بر ترکا وارد آورند اکنون پرتغالی ها از این نحوه اقدام سر باز میزنند و بهانه آنها این است که در هندوستان گرفتار هستند ولی یک چنین جنگی واقعا به نفع آنان تمام می شد. زیرا به طوری که خودشان اعتراف می کنند مرتبه پیش از قنائمی که به چنگ آوردن توانستند مخارجی انجام دهند که در غیر آن صورت برایشان ممکن نبود. معاذیر دیگر نیز در این زمینه نمیتواند مسبوع باشد زیرا همکنون انگلیسی ها فرمان روای این دریا هستند و بدون اجازه آنها هیچ کشتی هندی حق عبور ندارد و به همین دلیل پادشاهان هند به پرتغالی ها معترض هستند که یا باید تمام دریا را در اختیار خود بگیرند یا دیگر خود را فرمان روای مطلق آن دریا ندانند و اجازه عبور از کشتی های هندی مطالبه نکنند زیرا در این دریا برتری و تفوق با ناوگان انگلیسی است. نمایندگان دولت اسپانی در هند یعنی در گوا اکنون به فکر افتادند که این وضع را کمی تعدیل کنند و کشتی های قدیمی را دوباره به راه اندازند و به نظر من این فکر بسیار پسندیده است. شاه ایران به خوبی به تمام این مسائل واقف است و بی توجهی اسپانیولی ها به نظر او عجیب می زیرا بارها به وسیله پیک مخصوص پیام داده و درخواست کرده است که آنان با ترکا وارد جنگ شوند و اسپانیولی ها حتی اگر نمی توانستند تمام قوای خود را در این راه به کار اندازند برای خوش آمد او لاقل قادر بودند به این کار تظاهر کنند و اقدامات چندی انجام دهند ولی متاسفانه هیچ وقت به این کار دست نزدند زیرا میدانم که وزرای پادشاه اسپانی فقط به او دروغ میگویند و مساله خود را در نظر می گیرند و از وقایع به نفع خود بهره برداری می کنند و به همین دلیل است که امروزه هم از پادشاه اسپان شکایت دارند. این جملات معترضه را ذکر کردم تا به کن مطلب وارد شوید و بیشتر به اهمیت مذاکرات ما پی برید و اکنون مطلب اصلی را دنبال می کنم. به طور که گفتم شاه پرسید چرا پادشاه اسپان مدخل بهره احمر را به روی ترکانه میبندد؟ من که به خوبی به کنه مطلب آشنایی داشتم و در این حال که نمیتوانستم دروغ بگویم و سهل انگاری های دیگران را پنهان کنم نمیخواستم مطلبی به ضرر اسپانیولی ها بر زبان آورده باشم برای اینکه سکوت نکنم گفتم که پادشاهان صلاح مملکت خیش را بهتر می‌دانند و اگر پادشاه اسپانی چنین نکرده لابد مسلحتی در کار بوده است سپس با استفاده از موقعیت فکر قدیم خود را که لزوم شروع مذاکره با قذاق هاست در پیش کشیدم و گفتم حالا که اسپانیولی ها نمیخواهند بهر احمد را به روی ترکا ببندند موقع آن است که علا حضرت دریای سیاه را به روی آنان مسدود سازند تا بدین طریق قسطنطنیه از گرسنگی از پای درآید زیرا این شهر تمام آزوقه و چوب و مواد اولیه و مایحتاج خود را از آن طرف دریای سیاه به دست می آورد. شاه با کنجکاوی پرسید چگونه انجام این امر امکان پذیر است؟ گفتم خیلی با سهولت می توان محبت قذاخا را که از راه دریا این همه به ترکها صدمه وارد می آورند جلب کرد. سپس شهر دادم که شاه چگونه می تواند با آنان که از راه زمین خیلی به قلم رو به ایران نزدیک هستند کمک کند. به نفی که دریای سیاه به کلی برای ترکها غیر قابل کشتیرانی شود و قذاقها حتی وضع بندر ترابوزان را مخشوش کنند زیرا دریای سیاه کوچک است و هر کس در آنجا تر باشد خیلی زودتر فرمانروای مطلق خواهد شد چنانکه ها هم اکنون دارند قدرت را به کلی از کب ترکها بیرون میآورند در این باره مفصلا با شاه صحبت کردم و در پایان گفتم اکنون بهترین موقعیت برای او فراهم شده است زیرا قزاقها خود مایلن خدمتی به او انجام دهند و حتی عدهای را هم به این قصد به ایران گسیل داشتند و یکی از آنان برای باریافتن به حضور شاه تا فرهابات هم آمده است اضافه کردم که باید با این قزاقها با کمال رعفت و مهربانی رفتار کرد و چنین فرصت نیکویی را که خداوند ارزانی داشته است از دست نداد شاه با دقت تمام به سخنان من گوش میداد و تا با آخر آن را قطع نکرد سپس گفت آنچه مشیت الهی سمان خواهد شد و چندین بار کلمه مصطلح عربی را که ایرانیان دائما آن را بر زبان میآورند تکرار کرد و گفت انشاالله انشاالله در ضمن صحبت ما مرتبا جام در گردش بود شاه همیشه در موقع صحبت نوشد و مینوشاند و این کار به نظر من علاوه بر عادت دلیلی نیز دارد و شاه میخواهد به این طریق طرف خود را بشناسد و او را مجبور کند در اثر شراب مکنونات قلبی خود را بروز دهد به بخت خود آفرین گفتم که علاوه رقم عدم اعتیاد به شراب کاری و با وجود که شراب خالص و بدون آب بود مست نشدم و حرف بیقاعده نزدم و شاید خداوند که ناظر بر همه چیز است در این مورد مرا یاری کرد دفعه اول شاه جام زرین کوچکی را از تنگ بلورینی که پر از شراب سفید به رنگ آب بود پر کرد و با یخ مخلوط ساخت و در همان حال مرتبا می گفت که شراب خیلی سبکی است ولی من تصور کردم که شوخی می کند زیرا پیش از آن نظیر این شراب را در مهمانی کشیشان سان مارتینو خورده بودم و میدانستم که بسیار قوی است به همین سبب به شاه گفتم گمان دارم این شراب از تمام شرابهای دیگر قویتر و خوبتر باشد اما او در جواب گفت باید مطمئن باشم که قوی نیست و در حالی که تصور میکردم خودش آن را خواهد نوشید جام را به من تعارف کرد من نیز از طریق ادب گرفتم و نوشیدم پس از آن شاه کمی از گیاه سفید رنگ ترشی که ایرانیان پس از شراب برای رفع مستی میخورند به من داد و به همان ترتیب با درسهای خود شراب ریخت و یخ اضافه کرد و ضمن هزاران شوخی به دلی محمد خان داد و پس از اینکه او جام را نوشید شان را مجددا از تنگ که محتویات آن در حال تمام شدن بود پر کرد و سر کشید استرابون میگوید یک رسم قدیمی عربی است که باد نوش برای خود شراب بریزد و شاه نیست که همیشه افتخار میکند نسبت او به اعراب میرسد طبعا این عادت را از آنان گرفته است پس از مدتی شاه شراب دیگری به رنگ عادی که از شیراز آورده بودند و عقیده داشت از هر شراب دیگری بهتر است به من داد این شراب قوی تر از اولی بود و وقتی جام را به من تعارف کرد با تبسم گفتم برای مرتبه اول است که پی در پی شراب میخورم و یا لازم است که مست شوم شاه خندید و گفت کمی مسیح ضرری هم ندارد به این ترتیب شرابخوری ادامه یافت و هر سه به همان ترتیب سابق مرتبا می نوشیدیم پس از اینکه اندکی دیگر صحبت کردیم شاه با دلی محمد خان شروع به شوخی کرد و گفت این مرد دیوانه است و از من پرسید دیوانه را به زبان شما چه می گویند؟ گفتم می گویند سپس چندین بار به شوخی خطاب به او گفت ماتو ماتو. بعد از این شوخی ها خانه دیوانه به شاه گفت جامی دیگر به او بدهد زیرا دیر وقت شده است و میخواهد برود شاه جام را پر کرد تا به او بدهد و در همان گفت آیا میروی تا ایامی رو با آن زن به سرآوری و منظورش زنی بود که شاه پس از فسخ نکاح از حرم سرای خود به او بخشیده بود زیرا شهادت دارد گهگاه زنان حرم خود را متلقه کند و به عقد ازدواج بزرگان و سرکردگان درآورد خان جواب داد البته و اضافه کرد که سعی خواهد کرد به بهترین وجهی به این زن بپردازد زیرا باید به زنان اعطایی شاه واقعا خدمت کرد شاه به خنده پرسید خلوت را با او چگونه میگذرانی جواب داد عالی و سپس جام را سر کشید شاه جام را از دستش گرفت و چون آب در دسترس نبود اندکی از همان شراب در آن ریخت و تکان داد و از دربی که کنار من بود در ایوان خالی کرد سپس با کارد قدری یخ شکست و درون جام افکند و بر آن شراب ریخت و در حالی که با دست آن را حرکت میداد تا سرد شود به من تعارف کرد من هم از لحاظ ادب گرفتم نوشیدم و شاه به همان شیوه سابق برای خود در همان جام شراب ریخت و سر کشید دلی محمد خان که میدانست وقت رفتن او شده است بلند شد و بدون کسب اجازه آرام از مجلس بیرون رفت من که در حال حرف زدم بودم ابتدا متوجه او نشدم ولی بعد به این هم توجه کردم منتها چون به آداب رسوم واقف نبودم و به علاوه می دیدم که شاه هنوز نشسته است به نشستن ادامه دادم بالاخره شاه گفت یا الله بلند شویم دیگر اینجا کاری نداریم و سپس خود بلند شد و امامش را به سر گذاشت زیرا شاه تا این ساعت با سر برهنه نشسته بود و اندکی به ستون تکه کرد رامشگران در این موقع خیلی به او نزدیک بودند ولی بسیار آهسته میزدند و میخواندند و شاه هم با قیافه ای اندوهناک به آنان گوش میداد وزیر وازنداران که به اتفاق دیگران بیرون ایستاده بود به من اشاره کرد که بروم و من هم آرام از جلو شاه رد شدم و گرچه در اینجا رسم نیست تعظیم کوچکی کردم و یک سر به خانه رفتم شنیدم شاه همیشه به همین نفع آرام و ساکت به نوای موسیقی گوش میدهد و گاه گاه ساعتها این کار را ادامه میدهد و سپس وارد حرم میشود او دارای طبیعتی غمگین است و به طوری که من فکر میکنم افکار گوناگون نیز به این حالت او کمک میکند شاید علت اساسی غم عمیق شاه مرگ فرزندش صفی میزای جوان باشد که همه به لیاقت و فراست او امیدواری زیادی داشتند شاه پس از اینکه به او مزنون شد و او را کشت فهمید که اشتباه بزرگی را مرتکب شده است و میگویند این پدر غم زده هر روز مدت زیادی به این مناسبت گریه می کند وی قدغن کرده است که هیچ کس حق ندارد درباره صفی میرزا حرفی بزند یا چیز بنویسد و بخواند و شعر بگوید تا او این فاجعه را به یاد نیاورد بچه هایی کوچک صفی میرزا را که در حرم هستند از نظر شاه عباس پنهان می کنند زیرا او با دیدن آنها اشک می ریزد و علت این واقعه غمانگیز را من به خوبی می دانم و از جریان آن مطلع هستم زن شاهزاده که خود نیز از شاهزادگان است بعد از مرگ شوهر با لباس پاره پاره و تقریبا برهنه و در حالی که تمام گوشت بدن او از ضربه سیاه شده بود با موهای آشفته و چهره خراشیده فریاد زنان به پیش شاه رفت و به او دشنامهای های سهمگینی داد یکی دیگر از شاهزادگان نیست که خاله صفی میرزاست دائمان گریه می کند و هیچ چیز قادر به آرام کردن او نیست. وی غالبا به زنان آوازخان حرم دستور میدهد برایش آهنگ های قمنگیز بخوانند تا اشک بریزد و سوز دل را فرو نشاند و اگر یک موقع شاه به دیدنش شاید اشک خود را پاک می کند تا چهره غمگین نداشته باشد امثال این اتفاقات که واقعا شایسته است در باری آنها چیزها نوشته شود و شعرها گفته شود باعث شده است که در خانه شاه وضع عجیبی حکم بر گردد کسانی که به این وضع آشنایی ندارند و فقط شاه را از روی اطوار و حرکات غمگین او قضاوت می کنند به این نتیجه می رسند که او گرفتاری بیماری روحی است ولی بهتر است در این مورد سکوت کنم زیرا اولا من سعی می کنم فقط چیزهایی که خودم شخصا می بینم بنویسم ثانیا دلیلی وجود ندارد تا نوشتای خود را که سعی کردم همیشه که از مطالب نشات آور باشد با مسائل غمانگیز و یعصاور آلوده سازم فقط باید اشاره کنم که شاه در درون خود به دلایلی که ذکر کردم و همچنین به مناسبت افکار رنجاور مربوط به جنگ و غیر بسیار محضون و افسرده است و گرچه در میان مردم کاملا عکس این را رفتار می کند و خود را شاد نشان می دهد. معزالک به گاه روحیه او از خلال حرکات و اطوارش نمایان می شود. وقتی وی به حرم سرا می رود زنان از او خوب استقبال نمی کنند و به جز زن اصلی او که گرجی و مسیحی است دیگر زنان به جلوش نمی روند. این بانوی گرجی که دارای شخصیت و نفوذ زیادی است با مهربانی ها و نوازش های خودشاه را آرام می کند و وقتی شاه بر سر نشات آمد همه به دور او جمع می شوند و با او حرف میزنند و شوخی می کنند و همگی می نوازند و می خانند و می نوشند. زنان شاه غالبا گرجی یا چرکس و به نتیجه عیسوی هستند و شماری آنها به صد نفر می رسد. آنان همگی با شاه شوخی می کنند و سعی دارند او را شاد و خورم کنند. یکی او را قلقلک میدهد و دیگری او را به سمتی میکشاند. بعضی اوقات سروپای و پای او را میگیرند و او را به هوا پرتاب می کنند یا به همین نه در اتاقها می و سپس به روی قالی ها رها می کنند وی فریاد می زند قهبه ها دیوانه ها مرا رها کنید و سپس از خنده بی حال می شود و می گذارد آنان هر چه می خواهند بکنند قبل از اینکه فراموش کنم باید بگویم که نباید تصور کرد شاه با زنهایش با خشونت رفتار می کند زیرا در زبان ترکی که امروزه به مناسبت وجود تعداد زیادی از زنان گرجی مصطلح حرم شاه ایران است همه به کلمه قهوه یعنی روسفی آشنایی دارند و گرچه این کلمه در موقع نزاع و عصبانیت گفته شود فوش بزرگی است ولی باید توجه داشت که اگر به یک زن مورد توجه با لحن خاصی گفته شود علامت محبت و شوخی است و بسیاری از نوجبا و خانواده های بزرگ نیز این کلمه را بدون اینکه موجبات خشم زنهایشان را فراهم سازد بر زبان می آورند. و این تقریبا شبیه همان رسمی است که نزد مردم ناپل نیز رایج است شاه به این دردی مشغول خنده و تفریح می شود و افکار سیاه خود را لاقل برای مدتی فراموش می کند. به نظر من علت اینکه وی همیشه حتی در جنگ ها زنان خود را همراه میبرد وجود همین شوخی ها و تفریح ها تا به کمک آنها تلخی زندگی را از یاد ببرد در صورت که اشخاص ناوارد این عمل را نتیجه میل سیر نشدنی او به زنان تلقی می کنند. زنان حرم شاه سعی دارند هر کدام خود را بیشتر به او نزدیک سازند و موجبات شادیش را فراهم کنند ولی از حسادت های زنانه در آنجا خبری نیست یا لاعقل در ظاهر سعی می کنند آن را پنهان سازند اکنون که شمه ای از طرز زندگی شاه را بیان کردم و از جلسه ملاقات طولانی خود با او در روز صلیب قدس و مهربانی هایی که نسبت به من کرد سخن گفتم اجازه می خواهم به دنبالی مطلب بپردازم و ذکر بقیه ماجرا را دنبال کنم روز شنبه پنجم ماه مه شاه اشرف را ترک کرد و از بیراه به سمت فرهاباد روان شد قصد وی از این مسافرت بیشتر تفریح و شکار بود و به اتفاق زنان حرمسرا که آنها نیز سوار بودند اسب میران من در اشرف ماندم زیرا وی فرمان داده بود بعد از عظیمتش تمام امارت و باغ را به من نشان دهند وزیر مازندران بدین منظور دیر وقت به سراغ من آمد و به اتفاق به دیدن قصد رفتیم قصر در یک طرف خیابان زیبا و طویلی که طرفین آن را باغ و چمن پوشانیده است قرار گرفته و وزیر به من گفت در نظر است در آنجا بازار یعنی یک سلسله دکان و مغازه در محل سرپوشیده ساخته شود در طول راه وزیر محلهای دیگری را نیز به من نشان داد که برای ساختن کاروانسرا و میدان و حمام عمومی و امثالهم در نظر گرفته شده شاه سعی می کند روز به روز این شهر را پر جمعیت تر سازد و بدین منظور دائما از سایر نقاط مردم را به دانجا کوچ می دهد. بعد از درب ورودی که بعد طبق معمول پیاده از آن عبور کرد چمنزار زیبا و وسیعی است که اشخاص برای دیدار شاه در آنجا می ایستند. زیرا باید توجه داشت که وی هرگز در تالار یا اتاق امارت شاهی بار عام نمی دهد و میشه پیاده در حیات یا سوار بر اسب در میدانهای عمومی اشخاص را میپذیرد. سمت چپ چمنزار تپه است که قسمتی از آن طبیعی و قسمتی مصنوعی است و با خاک دستی درست کردهاند. با این تپه ای کمام عمومی ساخته می شود که فعلا مشغول بنای آن هستند و اوایدش به شاه تعلق خواهد گرفت. بالای تپه یک باغ مخفی برای زنان شاه ساختند. که دور تا دور آن را دیوار قطوری فرا گرفته و دارای برج و باروست مرا به سوی این باغ هدایت کردند و ملاحظه کردم که محوته آن پر از درختان گل و سبزه های خوشبو و میوه های مختلف به خصوص پرتغال و لیموست زیرا چون هوای محل معتدل و آب فراوان است این گونه درختان در آنجا خوب پرورش پیدا می کنند ردیف درختان شمشاد و فواره هایی که در ساخت آن هنری به کار رفته باشد در باغهای مشرق زمین به چشم نمیخورد و آنان مطلقا به این سبک تزیین باغ آشنایی ندارند آب فقط در نهرهای متعددی که همه مستقیم و یک نواخت هستند در وسط خیابان جاری می شود و کف خیابان سنگ فرش است در وسط باغ جایی که خیابانه یکدیگر را قطع می کنند امارت شش گوش کوچک ولی بلند و چند طبقه ساخته شده است که داخل آن اتاقهای متعددی قرار گرفته است. همه این اتاقها نقاشی و تذهیب شدند ولی طبق معمول اندازی آنها بسیار کوچک و فقط برای خوابیدن و نشستن کافی است. تمام این محل مختص زنان است و در موقع اقامت آنان هیچ مردی به جز شاه و بعضی از خاجه های حرمسرا حق ورود با آنجا را ندارند. بعد از خروج از باغ حرمسرا و پایین آمدن از پله های این تپه به امارت شاکی در مقابل تپه یعنی در سمت راست درب ورودی و چمنزار در روی زمین مسطحی بنا شده از رفتیم بعد از ورودیه اول باغچه کوچکی به چشم میخورد و در وسط خیابان که از این باغچه به سمت باغ بزرگ دیوانخانه میرود درب بزرگی قرار گرفته که در بالای آن فواره است که آب را با جهش زیادی پرتاب میکند به طوری که تا بام خانه می در داخل ساختمان و در روی ایوان ها نیز ها و فواره های متعددی قرار گرفتند. این امارت نیز کوچک است ولی اتاقهای بیشماری دارد که همه آنها کم وسعت و مزیم به نقاشی و مذهب های گرانبها هستند. مشخصات امارت نیز عینا مانند همان است که در اصفهان بالای سردر قصر شاهی واقع شده و قبلا به تشریح آن پرداختم. به نظر می رسد تمام قصور سلطنتی کاملا یکسان هستند و تنها فرقی که با یکدیگر دارند از لحاظ بزرگی و کوچکی و تعداد اتاقهای آنهاست. ایوانهای زیادی امارت را احاطه کرده با حسیر و پرده پوشیده شده و اتاقها دارای درپای متعددی هستند. در یکی از اتاقها روی هر یک از دیوارهای چهارگانه آن دو آینه بزرگ در طرفین درب ورودی و پنجره به نحوی روبروی یکدیگر قرار گرفتهاند که تصاویر یکدیگر را منعکس میسازند و انسان تصور میکند در پس آن اتاقهای بیشماری واقع شده اتاقهای نسبتا مخفی دیگری که با آنها خلوتخانه میگویند وجود دارد که کف تمام آنها را دوشک قلمکار گران قیمت گستردند زیرا طبق رسوم و عادت این مملکت همه روی زمین می نشینند و حتی اگر بخواهند راحت تر باشند در همانجا دراز می کشند. در همین اتاق است که شاه می خورد و می خوابد و با زنان خود شوخی می کند و هر وقت بخواهد آنان را در آنجا به نزد خود می طلبد. در اتاقهای دیگر دوشک گسترده نشده و هر موقع شاه آنجا باشد آنها را با فرش های گرانبه ها می در این امارت که هنوز به پایان نرسیده است چند نقاش دیدم که به کار مشغول بودند و در قاب کوچکی نقاشی می کردند. به نظرم رسید در یکی از آنها شاه را در میان دسته دختر که ساز میزنند و میخوانند کشیده بودند ولی این تصویر همانقدر به شاه شباهت داشت که من به پدر تعمیدی خود اندره پولیچه شباهت دارم در طرف دیگر نیز تصویر مادر تحمورسخان امیر گرجستان را کشیده بودند که به پای شاه افتاده تا از ویران کردن کشورش چشم بپوشد وزیر گفت قبل از اینکه این, این بانو به شیراز تبعید شود قریب شش ماه در این محل تحت نظر بود در حقیقت تمام این تصاویر با وجودی که دارای رنگهای فوقالعاده ظریف و زنده ای بودند ارزش هنری نداشتند برای اینکه هنرمندان در اینجا نمیدانند چه باید بکنند وقتی همه چیز را دیدیم از امارت خارج شدیم و با وجودی که تقریبا شب شده بود وزیر در پی شاه روان شد ولی من در اشرف به خانی خود بازگشتم و تمام شب را خوابیدم صبح روز بعد که یک شنبه ششم ماه می بود سوار بر اسب شدم و از جاده نزدیک همان جاده که مرا به سوی اشرف هدایت کرده بود به سمت فرهاباد حرکت کردم وقت نهار در یکی از دهکده های متعدد بین راه توقف کردم در این دهکده نیز مانند شهرها و نواحی اطراف به منظور جلوگیری از گرمای تابستان در منازل بالخانه هایی وجود دارد که ارتفاع آنها زیاد است اطراف بالخانه دیوار ندارد و فقط دور تا دور آن را حسیر کشیدند موقعی که نور آفتاب تند است یا باران می آید این حسیرها را پایین می آورند و موقعی که سایه است و بیم گرما نمی آنها را لوله می کنند و به سمت سخت که آن نیز از حسیر ساخته شده بالا می برند و به این نحو قسمتی از بالاخانه را که بخواهند می بندند و یا باز می کنند باد در قسمت بالای امارت جریان دارد و خونکی مطبوعی به وجود می آورد برای رفتن به بالاخانه پله وجود ندارد و فقط نردبان از اینجا آویزان است که جای پا دارد و میتوان از آن بالا رفت شاید برای امنیت بیشتر و مسئولیت در مقابل حمله حیوان و انسان این کار را میکنند شاید هم دلیل دیگری وجود دارد که من به آن واقف نیستم در یکی از این بالاخانه ها که زیر آن جز پایه های تیری چیز دیگری وجود ندارد به استراحت و صرف غذا پرداختم و مردم ده هدایای زیادی برای ما آوردند بعد از اندکی استراحت و استنشاق هوای آزاد بالاخره حوالی غروب به فرهآباد رسیدم و چون یک نفر ارمنی آزم اسفان بود نامه توسط او به مقصد روم فرستادم منتها نامه فعلی را که قسمت اعزمان را نوشته بودم به او ندادم زیرا نمیخواستم این نامه را در معرض حوادث قرار دهم از این لحظه به بعد ایام بدون فعالیتی را در فرهاباد گذرانیدم و جز دو موردی که زیلن شر می دهم مطلب قابل ذکر دیگری نظر مرا جلب نکرد. مورد اول اطعام یومیه صوفی ها از طرف شاه است. صوفیگری یکی از فرقه های مذهبی ایران است و صوفی ها فقر و تنگ دستی را مایه مباهات می دانند. آنان گرچه از لحاظ لباس با سایرین تفاوتی ندارند ولی همیشه تاجی بر روی سر میگذارند همه صوفی ها با هم زندگی میکنند و رئیس آنان به خود جنبه تقدس میدهد که بهتر از آن را عوام فریبی خواند صوفی ها در باطن از همه مردم دیگر بدتر هستند و شاه عباس شخصا نیز هیچ گونه اعتمادی به آنان ندارد و معتقد است همه در واقع شیادانی بیش نیستند هرچه باشد به هر حال مردم برای آنان احترام فوقلاده قائل هستند و شاه نیز ظاهرا چنین وانمود می کند. زیرا صوفیا از پیروان شاه صفی جد او که پیش رو به این طریقت بود هستند و شاه نیز جد خود را از مقدسین این فرقه می داند و در موقع دعا و استقاسه پس از نام خدا و محمد و علی می گوید دینم امامم شاه صفی صوفی ها هر کجا شاه برود به او می روند و شاه هر شب از آشپزخانه خود برای آنان که تعدادشان دیوی نفر است شام می فرستد و آنان غذا را یا در ملع عام و یا در راهرو اول قصر شاهی و یا در محوطه‌ای که مخصوص این کار ساخته شده است صرف می کنند. در این موقع مردم زیادی به تماشا می ایستند و آنان بعضی اوقات مختصری از پلو خود را به تماشاچیان میبخشند بدین معنی که با دست پلو بر میدارند و به هر کس در جلو واقع شده باشد تعارف میکنند کسی که چنین هدیهای دریافت کرده است آن را متبرک میشمارد و خود من اشخاص سرشناسی را دیدم که به این نحو از دست صوفیها غذا دریافت میکردند و میخوردند مطلبی که باعث خنده شدید من شد این بود که بعضی ها خود را گناهکار میخوانند و در مقابل رئیس صوفی ها به زمین میافتند و درخواست مجازات می کنند تا گناهانشان پاک شود. رئیس با قیافه بسیار جدی چوبی را که در دست دارد چهار تا شش بار بسته به میل خود محکم یا آهسته بر ران گناهکار می نوازد و این ابلهان تصور می کنند با همین مجازات سبک تمام گناهانشان آمرزیده می شود و این عمل را استعراف می نامند. مورد دوم این است که یک روز شاه سی زن از حرمسرای خود به اشخاص مختلفی شوهر داد. زنی را که شاه بدین صورت شوهر می دهد و از حرم خارج می کند بر کجاوه روی شتور می نشنند و به خانه شوهر میبرند. برند. کجاوه صندوق بزرگ سرگوشاده است که بر یک طرف شتور بسته می شود. و در طرف دیگرش نیز محفظه مشابهی قرار گرفته است که حاوی اسباب و اساسیه زن یعنی بالش و لحاف و دوشک و لباس ها و طلا و جواهرات و خلاص تمام اشیایی است که او در حرم داشته است وقتی زن از طبقه خیلی پایین نباشد علاوه بر این اشیا و اساسیه حتما دیویست تا 300 سکه طلا نیز با خود دارد را به طوری که میدانید در مشرق زمین زن مالی به شوهر نمیدهد و جهیزیه به صورتی که نزد ما معمول است به خانه او نمیبرد بلکه فقط اسباب و اساسیه خود را به خانه همسر نقل مکان میدهد شاه اکنون آزم غزوین است تا از آنجا به سرحدات برود و آماده مساف با تورکا شود شکر خدا که ما همه خوب و سلامت هستیم و از اینکه که میبینم به زودی تصورات من صورت واقعیت به خود میگیرد سخت خوشحال هستم فقط تنهایی مرا آزار میدهد و بدتر از آن بیعلاقگی و بیارزشی مستخدمین من است که هیچ هنری ندارند و واقعا حوصله انسان را به تنگ میآورند مسلمانان اگر بخواهند میتوانند خوب خدمت کنند ولی من با اکراه آنان را به خدمت میپذیرم زیرا میتوان مستخدم مسیحی نیز پیدا کرد و از لحاظ مذهبی ترجیح می دهم مستخدم مسیحی داشته باشم منتها متاسفانه همه آنها ابله و بیشعور هستند و اگر هم شعوری دارند آن را در راه بد به کار میاندازند با نیمانی در این مورد از من خوشبختتر است زیرا مستخدمین بهتری به چنگ آورده است و زنان مستخدمی آسوری که با او هستند چون از قدیم با او آشنایی دارند و در خانهاش بودم، خوب خدمت می کنند و خوششنسی بیشتری دارند. تنها چیزی که همسرم را رنج می دهد. این است که او مجبور شده است بسیاری از اشیاء مورد لزوم خود را در اسفان باقی گذارد و اکنون از این جهت در زحمت است. من از بخت بد گرفتار مردمی شدم که جانم را به لبم آوردند و آنقدر حوصلم از دست آنان تنگ شده که حتی دیگر طاقت فریاد زدن یا راهنمایی کردن نیز ندارم زیرا در هر صورت اینها اقدامات بیموردی است که هیچ فایده ای در بر ندارد هر روز تعدادی از اشیا و اساسیه ما را می دزدم و تعجب در این است که همه مستقیمین با یکدیگر همدست هستند برای خنده می گویم که من یک موقعی واقعا نمی گوشت پخته که در روی میزه است متعلق به چه حیوانی است اکنون به خوبی می توانم آشپزی کنم و حتی این فن را به مستخدمین خود تعلیم بدهم و گاهی نیز چون چیز دیگری به ذهنم نمی رسد تخم مرغ را به سبک خودمان تهیه می کنم و از این کار خود هیچ ابایی ندارم زیرا مستخدمین ما همه آدم های رزی هستند و بسیار از آنها متنفرم بلاوه شاه عباس نیز چنین می کند و این مقتضای زندگی سربازی و زیارتی است ولی برای اینکه حقیقت را بگویم باید اضافه کنم که این نیمه حیوان ها نمی توانند ذهن مرا خراب کنند زیرا آنقدر تخیلات زیبا برای مشغول کردن خودم دارم که دیگر مجالی برای فکر کردن درباره این چیزهای بی باقی نمی ماند مطالب فوق را در هفته های اول و دوم ماه مه در فرهاباد نوشتم و میخواستم از آنجا بفرستم ولی به علت پیدا نشدن فرصت مناسب و شخص مورد اعتماد و به دلیل عظیمت ناگاهانی به منظور همراهی شاه نتوانستم این کار را انجام دهم و کاغذها را نزد خود نگه داشتم اکنون که یکی از کشیشان مسیحی از هندوستان آزم روم است به تکمیل این خاطرات میپردازم و قبل از اینکه اوراق را به او بدهم به تشریح وقایع دیگری که برای من اتفاق افتاده است میپردازم شاه روز جمعه یازدهم ماه مه یعنی قبل از تاریخی که همه تصور میکردم به مناسبت اخباری که از جانب ترکا به او رسید ناگهان فرهاباد را به قصد قزوین ترک کرد با عظیمت شاه که همیشه غیر مترقبه است و حتی یک ساعت قبل هم کسی از آن به طور قط اطلاع ندارد تمام اردو هم به دنبال او حرکت میکنند ولی هیچ کس نمیداند مقصد کجاست و کسی خیال تحقیق در این باره را نیز به مغز خود را نمی دهد. این ترتیب برای اردو آن طورها هم ناگوار نیست زیرا هم از قبل میدانند که عظیمت به طور غیر مترقبه انجام خواهد گرفت و در نتیجه دائما حاضر به حرکت هستند. شاه جاده مستقیم را انتخاب نکرد بلکه از راهی رفت که اندکی به دور گیلان می گردد و گمان می کنم قصدش دیدن چیزی بود یا خیال داشت در محلی شکار کند اما چون او فقط با زنان و عده قلیلی از نزدیکان خود اسب میراند بقیه اردو که هیچ وقت او را نمیدیدند از راه مستقیم یعنی همان جاده‌ای که اسفان را به قزوین متصل می کند به صوب این شهر حرکت کردند من که قبلا از داستان شکار مطلع نبودم و از طرفی وزیر مازندران گفته بود اگر همراه شاه بروم علاوه بر تحمل های زیاد موفق به دیدار او نخواهم شد با بقیه اردو از جاده مستقیم به راه افتادم ولی قرار بر این شد که اگر قبل از شاه به قزوین رسیدم در همانجا منتظر بمانم زیرا در این شهر ترتیب شکار بزرگی داده شده بود که شاه میل داشت همه مهمانان در آن شرکت کنند. شاه در روز عظیمت استفانه قزاق را مرخص کرد و به او لباسهای فاخر و پول بخشید و نامه نیز به عنوان سرکرده قزاق ها همراه او کرد که من رونوشت آن را رو در میان کاغذهای خود دارم. در این نامه چنین نوشته شده است که چون استپان و زبان محل را نمیداند بهتر از عده دیگری را برای انجام مذاکرات بفرستند و من از اینجا فهمیدم که شاه به موضوع علاق علاقمند شده مضافم به اینکه برای بگرات میرزا نیز دستورالعملهای متعددی درباره ملاقات با قذاقها و مذاکره با آنان ارسال داشت زیرا استفانو واقعا نه دستوری در این باره داشت و نه اختیاری من هم توسط استفانو نامهی به سربازان قذاقی که در باشاچوق بودم نوشتم تا به دربار ایران بیایند و برای جنگ ترکا با ایرانیان تماس بگیرند و بعد دادم که تمام مساعی خود را برای موفقیت آنان به کار خواهم برد دو روز بعد از عظیمت شاه یعنی یک شنبه سیزده همه ماه مه طرف غروب من هم حرکت کردم و مانند دیگران شب را برای طی طریق برگزیدم چون فصل گرما آغاز شده بود و برای اجتناب از حرارت باید روزها استراحت کرد تجربه به من ثابت کرده است که در هر فصلی مسافرت شبانه بهتر است زیرا به این ترتیب بیتوان روز را براحتی به راحتی به سر و از تصرف هوا و گرفتاری دیگر در امان بود و اگر در ایتالیا نیز با این روش را به کار بندیم در بعضی از فصول که مسافرت بین ناپل و روم واقعا کشنده است از شر گرفتاری های بسیاری خلاص خواهیم شد در اینجا میگویند اگر کسی در روز گرم مسافرت کند یا میمیرد و یا حداقل گرفتار بیماری های سخت می شود و به این مناسبت برای اینکه راه های دشوار طی شود شب را انتخاب کردهاند. ولی ما که فطرتا تنبل هستیم و نمیخواهیم از راحتی و خواب صرف نظر کنیم به این روش توجهی نداریم دستور حرکت چنین است که حوالی غروب یا حتی دیرتر نخست حرم عازم می شود و اسباب و اساسیه را هم که بر روی شتران بار شده است با آنان میفرستند. کسانی که به این ترتیب حرکت می کنند یعنی قبل از عظیمت غذای خود را می خورند. تقریبا یک ساعت بعد از آن مردان با اسب حرکت می کنند و در بین راه به قافله زنان می رسند و از آن می گذرند و پیش می رانند. ولی هر کجا که خواب آنها را دعوت به آرامش کند از اسب پیاده می شوند و در زیر سایه درخت یا کنار رودخانه به استراحت می پردازند تا حوالی صبح قافله زنان و بار و از عقب برسد سپس همه به اتفاق یکدیگر مجددا به حرکت ادامه می دهند تا خورشید سر برآورد و در این موقع نزدیک یک ده چادرها را برپا می کنند و بار می اندازند و اگر دهی در سر راه وجود نداشت در کنار رودخانه یا جایی که برای حیوانات علف وجود داشته باشد رحل اقامت می افکنند. زنان و مستخدمینی که با آنها هستند در بین راه روی شطرها می خوابند. تخت روان متعلق به من مسلما راحت ترین مسیله است که در اردو وجود دارد و حتی همسران شاه نیز چنین آسوده مسافرت نمی کنند. برعکس کجاوی آنها بسیار نارد کننده است و نمیدانم چطور ممکن است در این جعبه های کوچک که حتی در آن نمی توان دراز کشید این راهی طویل را طی کرد ولی مسلما عادت در این میان نقش بزرگی را دارد و به تحمل رنج کمک می کند در نقاط مشکوک همه با یکدیگر حرکت می کنند و یک جا می خوابند. ولی در محل های مطمئن مثل نقاطی که ما در طی مسافرت از آنجا میگذریم هر کس موقع استراحت ممکن است محلی را انتخاب کند و تمام روز را بخوابد و مستخدمی نیست کار دیگری جز تهیه غذا ندارند صبحانه حوالی ظهر صرف می شود و غذای بعدی را همانطور که گفتم در موقع عزیمت و بعد از بستن بار و بنه می خورند. ولی هر کس چیزی با خود بر می دارد. تا در موقع گرسنگی ناراحت نشود. در جاده سرگرمی آنقدر هست که ما از خواب شود. زیرا راه پر از جمعیت است و غالبا انسان به دوستانی بر می خورد و با آنها به صحبت می و به فرض این هم که دوستی در میان نباشد قدم به قدم هم از یکدیگر می پرسند این شطورها مال کیست؟ این حرم چه کسی است؟ و از این قبیل سوالات به نحوی که انسان متوجه گذشت زمان نمی شود. رفتن ما تا فیروزکو این مرتبه فقط پنج روز به طول انجامید. زیرا جاده خشک و خوب بود و گلولایی در آن وجود نداشت. اولین توقف ما در شهر ساری انجام گرفت که در آنجا به همان خانه سفر قبلی وارد شدیم و به محض اینکه در زدیم، صاحبخانه با روی گشادان را رو باز کرد و به ما جا داد. توقفگاه دوم و سوم ما به ترتیب شیرگاه و میانکاله بودند و سپس نزدیک یکی از قلعه های ویران که در بد ورود به مازندران انسان به دانها برخورد می کند اتراخ کردیم این قلعه که الوند نامیده می اندکی دور از جاده بود و عده زیادی سیاه چادر در آنجا به چشم میخورد خورد که خیلی به چادر عربها شباهت داشت ولی در حقیقت متعلق به آن دست از مردم مازندران بود که ساکن دهات هستند و تابستان به کوهستان میآیند تا از هوای آزاد استفاده کنند و حیواناتشان علف خوب بخورند از این چادرها عدهای زن با مهربانی هر چه تمامتر به سوی ما آمدند و به خانم مانی شیر و ماست و های دیگر تعارف کردند و وی پس از اینکه به آنها متقابلا هدایایی داد آنها را به نهار دعوت کرد برای دیدن چادرهایشان به راه افتاد من نیز به اتفاق او رفتم و در پایین دره چشمم به سبزیجات خوشبوی افتاد که تا به حال در ایران ندیده بودم و آنها را نمی چادرهای محل سکنای زنان بسیار تمیز و پر از اسباب و اساسیه و فرش و اشیاء مختلف بود. این مردم فقیر و ساده به دور ما جمع شدند و مجبور شدیم دوباره چیزهایی بخوریم. زیرا طبق رسوم و عادات محل اگر به مهمان خوراکی تعارف نشود ادبی بزرگی صورت گرفته است گرچه در شهرها و اردو و بین قزلباشها شرابخوری کاملا مرسوم است و همه از صبح تا شب مشغول آشامیدن هستند ولی مازندرانی های دهاتی فقط آب می نوشند و در این مورد من با آنان یکسان هستم زیرا جز موقعی که مجبور شدم نزد شاه شراب بخورم دیگر هیچ وقت لب به می نزدن. از چیزهایی که برای خوردن به ما تعارف کردند یک نوع پنیر سفید خرد شده بود که آن را در یک شربت شیرین انداخته بودند و دوشاب نامیده میشد و خوردن آن خیلی در شرق معمول است از این خوراکی و خوراکی های متعدد دیگر من جمله از یک نوع شکر که رنگ آن قرمز رنگ است و در مازندران به عمل میآید زیاد کردیم. و با زنان و دختران که همه آنها زیبا و مهربان بودند به صحبت پرداختیم. بعد از خاتمه صحبت و تعارف زیاد و مبادله هدایا بین بانومانی و ساکنین چادرها محل را ترک کردیم و و بونه را بستیم و تقریبا تمام شب را راه رفتیم و پس از طی چهار فرسنگ صبح روز جمعه هجدام ماه مه وارد فیروزکوه شدیم. خانه که قبلا در آن شبی را گذرانیده بودیم و تمام خانه های دیگر شهر اشغال بود. زیرا یکی از بانوان خاندان سلطنت یعنی دختر شاه اسماعیل سانی در این شهر به سر می بود. شاه اسماعیل سانی که پس از فوت پدرش شاه تهماس بر عریکه سلطنت جلوس کرد. پس از یک سال به قتل رسید و بعد از او سلطان محمد خدابنده برادر کوچکش که پدر شاه عباس از پادشاه شد. این شاهزاده خانم یا بیگم وقتی پدرش به قتل رسید هنوز به دنیا نیامده بود ولی اکنون با وجودی که خیلی جوان می نماید مسلما لاقل پنجاه سال دارد وی در جوانی به عقد ازدواج سلیمان خان حاکم قزوین درآمد ولی آن مرد فعلا به علت سوء استفاده هایی که کرده در همان شهر از طرف شاه زندانی شده است و این بانو به فراباد رفته بود تا از شاه برای استخلاص شوهر و یا حداقل طلاق از وی و ازدواج با دیگری کسب اجازه کند زیرا زنان مشرق زمین هر چقدر سنشان زیاد باشد باز هم از شوهر کردن خجالت نمیکشند شاه پاسخ داده بود که در قزوین به این امر رسیدگی خواهد کرد و به همین مناسبت این بانو با همراهان خود در حال بازگشت به قذوین بود چون مطلع شدیم که آنان حوالی سهر از این شهر خواهند رفت منتظر شدیم و با لباس به استراحت پرداختیم یعنی بانومانی در تخت روان و ما روی اسباب و اساسی خوابیدیم اندکی قبل از سبی ددم دختر ام شاه خانه را ترک کرد و ما با آنجا رفتیم تا راحت بخوابیم ولی موقعی که مشغول انداختن رخت خواب ها بودیم پیرزنی که دایه بیگم بود به اتفاق دو زن دیگر وارد شد و اظهار داشت بانوی او در این اتاق انگشتر خود را گم کرده است و خیلی از این سبب غمناک است و در انتظار پیدا شدن آن به سر میبرد همه به اتفاق یکدیگر تمام اتاقها را گشتیم ولی اثری از انگشتر نیافتیم و در نتیجه زنهای نام برده غمگین و پریشان ما را ترک کردند. به خصوص یکی از کنیزکان که ظاهرا در این میان تقصیری داشت بسیار عراسناک بود. ما لباسهای خود را به در آوردیم که بخوابیم ولی هنوز پایمان به رخت خواب نرسیده بود که پیرزن مجددا وارد شد و گفت بانوی او خیلی معذرت میخواهد ولی چون این انگشتر با وجود ناچیزی که بها به علت اینکه در یکی از ایام سعد ساخته شده و خوشبختی می آورد مورد کمال علاقه اوست درخواست دارد در صورت امکان اتاق را تخلیه کنیم تا شخصا همه جا را بگردد. من واقعا نزدیک بود از فشار خواب هلاک شوم با وجود این باید توجه داشت که وقتی تقاضای بانویی آن هم چنین عالی قدر در میان باشد باید از همه چیز گذشت چرسد به خواب بلافاصله لباس پوشیدم و به اتاق دیگر رفتم زیرا در این سرزمین زنان نمیگذارند مردان آنان را ببینند بیگم به اتفاق زنان دیگر به داخل اتاق آمد ولی تصور میکنم کنم جستجوی حلقه بهانه بیش نبود و چون آن دو زن خبر داده بودند که اشخاص ای در این خانه هستند حس کنجکاویش برای دیدن ما تحریک شده بود باید توجه داشت که من سیویل های قشنگی به سبک ایرانی ها گذاشتم و چون ایرانی ها به سیویل خیلی توجه دارند برای آنان یک خارجی که دارای سیویل به سبک ایرانی است منظری جالبی را تشکیل می دهد. بگم پس از ورود با بانیمانی گرم گرفت و شالوده یک آشنایی و دوستی عمیقی گذاشته شد که بعدها نیز ادامه پیدا کرد وی در مورد انگشتر فقط گفت در صورتی که آن را پیدا کردیم برایش به قذوین ببریم و از ورود خود او را مطلعه کنیم کنیست به صورت خود چنگ میزد که چرا نسبت به ما بیادبی کرده و این آدم مهم را که دارای چنین سیویلهای زیبایی است از رختخواب بیرون کشانیده است به هر حال بالاخره آنان رفتند و ما به استراحت پرداختیم. شاه به فیروسکو نیامده بود و کسی نمیدانست چه موقع خواهد آمد ولی من که میدانستم محل شکارگاه در دره دو فرسنگ دورتر از فیروسکو واقع شده روز یک شنبه بیستم ماه مه از شهر حرکت کردم و در محلی با که بر سر راه شکارگاه واقع شده و دارای آب و چمن بود کنار نهری در حوالی ده نیمه ور چادر زدم اولین باری بود که من در این سفر چادرها را به طور کامل برپا می کردم. زیرا می خواستم چند روز آنجا بمانم به این مناسبت دستور دادم تمام آنها را اهم از بزرگ و کوچک بیرون آورند و به این ترتیب با راحتی هرچه تمامتر منتظر رسیدن شاه شدم. فراموش کردم بگویم که قبل از عظیمت از فیروسکو بخت با من یاری کرد و انگشتر بیگم را که دارای یک سنگ فیروزه بعد دو قطعه بسیار کوچک یاقوت بود و قیمتی محسوب نمیشد پیدا کردم و بانوما آنی که متعجب بود چگونه ممکن است زنی چنین عالی قدر خود را برای این شیء بی مقدار ناراحت کند انگشتر را نزد خود نگه داشت تا دا آن را در قزوین تحویل بیگم بدهد زیرا میدانست او از این اقدام بسیار شادمان خواهد شد روز بیست و دوم ماه مه به قصد دیدن شکارگاه آزم آن محل شدم تا زمنم با استفاده از فرصت اسفندیار بیگ را که میدانستم به اتفاق محمد صالح بیگ برادر وزیر مازندران به منظور تهیه مقدمات کارانجاست ملاقات کنم برای رفتن به شکارگاه لازم بود از کوهستان سختی عبور کنم که راه منحصر به فرد آن جاده باریک و پرپیچ و خمی در کنار رودخانه بود وقتی آب زیاد است عبور از این راه تقریبا غیر ممکن می شود ولی موقعی که آب کم است با زحمت زیاد عبور امکان پذیر می شود بعد از این کوهستان یک دره سرسبز و خرم و طولانی واقع شده که در اطراف آن کوه های مجزا از یکدیگر قرار گرفتن و این دره به چمنزاری ختم می شود که طول آن تقریبا دو میل است خود شمنزار به شکل دایره است و کاملا از کوه و تپه احاطه شده. شاخ این محل را برای شکار معین کرده تا از تمام در و کوه های اطراف جانوران وحشی را به آنجا برانند و از نواحی مختلف مازندران چندین هزار مرد را مأمور این کار کرده است زیرا در مشرق زمین رؤایا کار سگهای شکاری را انجام می دهند. برای اینکه حیوانات نتوانند از دشت شکارگاه فراتر روند به دستور او از کوهی به کوه دیگر در میان دره با شاخهای درختان پرچین بلندی که دست یک مرد اسب سوار نیز به بالای آن نمیرسد ساختند. به علاوه گرداگرد دامنه کوههای اطراف این جلگرانیز را نیز دامهایی از تناب کشیدند که به تیرهای بلند بسته شدهاند به طوری که هیچ جانوری نمیتواند از روی آنها بجهد و مسلما برای ساختن این همه چیز عده زیادی مدت ها وقت صرف کردند. به این ترتیب حیواناتی که توسط این مردان رانده می شوند به علت تنگی دره و سرزدا و فریاد آنان به سوی این جلگه روی می آورند و چون دام های تنابی مانع از پیشرفت آنان می شود همانجا محبوس می شوند. من خبر دارم که از فرهاباد مازندران 300 بار شطور تناب برای این کار ارسال کرده بودند. منتها چون شکارگاه وسعت نداشت همه آنها به کار نرفته بود از این تعداد می توانید امکانات شاه را پیش خود مجسم کنید شاه قرار است در میان این جلگه با شمشیر و تیر به شکار مشغول شود یا چنان که از قدیم مرسوم است بعضی از, از جانوران شکاری را زنده بگیرد و گوشواری که نام او یا علامت خاصی بر آن منقوش است در گوش آنها کند و آزادشان سازد بسیار اتفاق افتاده است که شکارچیان جانوران را گرفتند که گوشواره ای از زنان شاه تهماس و شاه اسماعیل صوفی و پادشاهان پیش از ایشان به گوش داشتند و از زیر دست چندین شاه گذشتند بر اینکه زنان حرم نیز از تماشای شکار برمند شوند به سرعت جایگاه مخصوصی برایشان ساختند این جایگاه به شکل راهرو درازی بر فراز یکی از کوهها که مشرف بر شکارگاه بود ساخته شد و جلو این مکان را نیز چوب بست کردند و پرده های حسیری کشیدن به این شیوه زنان می توانستند از آنجا شکارگاه را تماشا کنند و حتی با توفنگ جانوران را بزنند زیرا آنان در تیراندازی با توفنگ بسیار ماهرند و هر وقت مردان در شکارگاه باشند شکار را از محل مخصوص خود با تیر میزنند ولی اگر فقط با شاه به شکار روند با کمال چابکی و مهارت بر اسب می نشینند و با شمشیر و تیر و کمان به شکار می پردازند. اسفندیار بک که در همه این گونه کارها نظارت می کند جایگاه زنان حرم را با علاقه خاصی به من نشان داد و گفت آن محل را در مدت دو روز ساخته است. به نظر من ساختن چنین جایگاهی در این مدت کم کار آسانی نبوده است زیرا اطراف آنجا را سراسر سر دیوار کشیده و سقفش را با تختهای زخیمی که از زیر به شکل چهار گوش بود پوشانده و تمام وسایل راحتی را در آنجا فراهم ساخته بودند و مسلم است که اگر کارگران ماهر و مطیع و لوازم کار در دسترس نبود ساختن چنین بنایی در دو روز میسر نمیشد ساختمان این خانه شب قبل از ورود من به اتمام رسیده بود و اسفندیار بیک و برادر وزیر و تمام کسان دیگری که آنجا کار میکردند همه آن محل را ترک کرده و به کنار تپه رفته بودند زیرا هیچ کس اجازه ندارد که وقتی شاه با حرمسرا را از راه میرسد در آن حوالی باشد و ماندن در مسیر زنان شاه برخلاف ادب و به کلی ممنوع است به این مناسبت میخواهم شمه در درباره حرکت حرمسرای شاه که مطلب جالبی است بنویسم زنان شاه همیشه شب حرکت میکنند تا کسی آنها را نبینند و اگر شاه با آنها همراه نباشد داخل کذابه بر پشت شطور مینشینند کذابه ها گاه جفت از دو پهلوی شطور آویخته میشود و در هر یک دو زن قرار میگیرد و گاه کذابهای بر یک پهلوی شطور و چیزی هموزن آن مانند صندوق حامل اسباب و اساسه بر پهلوی دیگر میبندند در این صورت فقط یک زن در کجاو قرار میگیرد کجاو را نخست شتربانان خالی بر پشت شطور استوار میکنند و سپس خاج سرایان بانوان و حرم را روی دست خود برمیدارند و در کجاو جای میدهند البته این رسم جدیدی است و قبلا سوار کردن بانوان نیز بر عهده ساربانان بود زیرا آنان از طبقات پست هستند و کسی به وجودشان اهمیت نمیدهد ولی اکنون شاه دیگر نمیخواهد ساربانان بانوان را کمک کنند چون شبی چون که عادت اوستنها و ناشناس حرکت می کرد، ناگاه متوجه شد که در کاروان زنان حرم کجاوه ای به یک سو خم شده و در شروف و افتادن است. هرچه ساربان را برای جابجا جا کردن کجاوه صدا زد از او اثری نیافت. ناچار از اسب فرود آمد و پیش رفت و شانه به زیر کجاوه نهاد تا آن را به حالت تعادل بازگرداند ناگان احساس کرد که کجاوه از حد عادی سنگین تر است و چون سر به درون آن برد ملاحظه کرد که ساربان به یکی از کنیزان چشم طمع دوخته است شاه به اندازه خشمگین شد که فوری خود را معرفی کرد و چند تن از سرداران را پیش خواند و فرمان داد تا سر ساربان و آن کنیزک را در همانجا بریدند و رئیس ساربانان را نیز به علت قصوری که در مراقبت کرده بود به سختی مجازات کرد تا کسانی را که طرف اطمینان و اعتماد نیستند همراه قافله نکنند و از همان شب دستور داد که ساربانان به قافله حرم نزدیک نشوند و تنها خاج سرایان همراه زنان حرکت کنند از آن به بعد وقتی زنان حرم در مصاحبت شاه هستند اسلحه برمیدارند و بر روی اسب مینشینند و شاه تنها مردی است که به اتفاق خازی سرایان در میان آنان است و در حال گفتگو و خنده و شوخی و گاه شکار همگی به پیش میرانند به هر حال هنگام حرکت بانوان همیشه دسته ای از خاجگان شاه یک فرسنگ جلوتر می روند تا چه شب باشد و چه روز مردانی را رو که در جاده هستند دور کنند و اگر این قافله هنگام روز به دهی برسد تمام مردان را از آنجا میرانند یا در اتاقی در بسته نگه میدارند تا زنان حرم شاه را نبینند و اگر مردی بر سر راه دیده شود باید بیدرنگ او را برانند نباید فراموش کرد که اینجا مشرق زمین است و بزرگترین توهین به شاهزاده یا هر فرد دیگری است که کسی روی زن او را ببیند بعد از این دسته که خیابان و محل و منطقه را از اغیار خالی می کنند و اختیارات زیادی برای زدن و کشتن و بستن دارند و رعب و وحشت در دلها می حرم حرکت می کند. اگر شاه همراه آنها باشد همه سوار بر اسب حرکت می کنند وگرنه زنان در کذابه ها سوارند. دنبال حرم نیز دسته ای از قرابلان خاص شاه که یه سخچی نامیده می شود حرکت می کنند. و این عده وظیفه دار هستند کار خاجگان حرم را در عقب صف انجام دهند یعنی نگذارند هیچ کس به قافله نزدیک شود این عده نیز اختیارات وسیعی هستند و همگی تاج قزل باش بر سر دارند و علامت مخصوصشان تیری است که بر امامه خود فرو کنند به طوری که سر آن پایین و دوم آن به سوی بالا قرار دارد رئیس آنان یعنی سخچی باشی از میان سرداران بزرگ انتخاب می شود و بر امامه خود تیری زردین فرو می برد. حالا برگردیم سر مطلب اصلی زیرا تصور می کنم جملات معترضه زیادی گفته باشم. روز آخر ماه مه متوجه شدم که آقا میر منشی نیز آمده و در حوالی چادر من سکونت گزیده در نتیجه به ملاقات او رفتم تا اطلاعاتی درباره شاه به دست آورم و مشاهده کردم به اتفاق دو نفر دیگر در چادر کوچک خود که با آن شیروانله میگویند نشسته است این چادر همونطور که از نامش پیداست مختص شیروان است و برای جلوگیری از نفوذ باران سقفش از نمد ساخته شده و به اصطلاح دو پوشه است بعد از ورود من دو نفر دیگر چادر را ترک کردم و بین من و او که از کسرت تقاضاهای بجا و بیجای مردم به این محل خلوت پناه آورده بود مذاکرات مفصلی جریان یافت وی ضمن مطالب دیگر به سفیر اسپانیا اشاره کرد و گفت شنیده است با پدرهای آگوستینی مسیحی ساکن اسفهان به خصوص با پدر فرامیل کوارد دوگیل آنجلی مشاور پادشاه اسپان و سرپرست صوم اداری روابط خوبی نیست و از این موضوع اظهار تعجب میکرد زیرا به او پدر ملکور به پادشاه اسپانی و حتی به خود سفیر خدمات فراوانی کرده بود. وی ای از اینکه موقعی سفیر اسپانی توسط قاصد نامه‌ای به فرهاباد فرستاده و دستور داده بود آن را مستقیما و بدون ملاحظه او تسلیم شاه کنند سخت رنجیده بود این قاصد مدت را در فرهاباد ماند و اجازه ملاقات نیافت و بالاخره هم بدون اخذ نتیجه به نزد سفیر اسپانی مراجعت کرد بعد صحبت به انگلیسی ها کشیده شد و گفتم مذاکره با این اشخاص زیاده می تواند سمر بخش باشد زیرا آنها پول ندارند و فقط با خود مال و تجاره هایی می که در ایران قدر و قیمتی ندارد. آقا میر پاسخ داد که شاه نیز برای مذاکرات خود با انگلیس ها اهمیت زیاد قائل نیست و دستور داده است با آنها ابریشم تحویل ندهند و حتی ابریشم را که سال قبل با آنها معامله شده بود و هنوز هم در اسفان است فقط در صورتی به آنها بدهند که قبلا مال و تجاری انگلیسی به تمام و کمال دریافت شده باشد و ای اضافه کرد تصمیم شا بر این است که تمام ابریشم بدون گذشتن از خاک ترکیه به اروپا برود و من به قصد زیان ترکا گفتم باید کاری کرد که پای فرانسویا به ایران باز شود زیرا فرانسویا هستند که پول فراوان به مشرق زمین می آورند و همه می دانند که حلب و سایر بنادر مشابه چقدر از این معامله منتفع می شوند سپس ادامه دادم اکنون موقع اقدام فرا رسیده است زیرا در قسطنطنیه با سفیر فرانسه بدرفتاری شده و شاید این امر منتهی به قطع روابط دوستی بین دو کشور شود و فرانسه برای کسب ابریشم به ایران روی آورد به علاوه محبت شاه نسبت به ایسویان که من در موقع اقامتم در قسطنطنیه شمه ای از آن را برای دوست خود سفیر فرانسه بازگو کردم بسیار جلب توجه آنها را کرده است و میدانم که سفیر نیز طالب قطع رابطه با تورک هاست و در این راه تمام مساعی خود را به کار می بندد. آقا میرگو مطمئن است که اگر فرانسوی ها به ایران بیایند شاه به آنان کمال مهربانی و کمک را خواهد کرد. امیدوارم با کمک خداوند روزی این تصور عملی شود و من هم بتوانم در آن سهمی داشته باشم. بعد از آن درباره مرگ نماینده مقیم انگلیسی که اخیرا اتفاق افتاده بود صحبت کردیم وی موقعی که برای دریافت مال و تجاری ناوهای انگلیسی به حوالی جزیره هرمز رفته بود همونجا مرد و به نظر میرسد مسموم شده باشد صحبت از این است که پرتغالی ها این کار را کردند ولی به نظر من این حرف بیمعنی است زیرا آنان خوب میدانند که با مرگ یک نفر ورق بر نمیگردد و با مرگ شش یا 8 یا حتی 20 نفر انگلیسی این ملت رو به ازمهلال نمی رود و مذاکرات بین پادشاه انگلیس و شاه ایران اگر قرار باشد ادامه یابد ادامه خواهد یافت و اگر نماینده را به این نف بکشند اثر معکوسی خواهد داشت سپس صحبت را به موضوع غذاها کشانیدم و مطالبی را که قبلا در این مورد به شاه گفته بودم برای او بازگو کردم آقا میر به این موضوع خیلی علاقمند شد و از من سوالات زیادی کرد. ضمن توضیحات خود اشاره کردم که میتوان ترابوزان و شهرهای اطرافان را با آسانی از قلم رو به ترکا جدا کرد. به این ترتیب که ایران از سمت مستملکات خود حمله به ترکا را آغاز خواهد کرد و قزاقها نیز از سمت دریا به سوال ترکیه یورش خواهند برد و طرفین با پیشرفت در خاک دشمن دست یکدیگر را در آنجا خواهند فشرد. به نظر می آمد که آقا میر خوب به مسائل واقف هست و من علاوه کردم که این موضوع نه تنها برای صدم زدن به ترکا لازم است بلکه از هر جهت برای فرستادن ابریشم ایران به اروپا مفید خواهد بود زیرا شاه مایل است این متا از خاک ترکیه نگذرد و جاده که به این ترتیب گشوده می شود از هر جهت از جاده حلب یا راهی دیگر نزدیکتر خواهد بود به علاوه تمام ایالات ایران که ابریشم تهیه می کنند نزدیک دریای سیاه هستند و دیگر لازم نخواهد شد کاروانها راه دور و درازی را تا حلب یا هرمز طی کنند و کالا را به انگلیسی ها یا دیگران تحویل دهند گذشتن از دریای سیاه با کشتی فقط ده تا 20 روز یا حداقل یک ماه طول می کشد. در حالی که حمل کالا از طریق اقیانوس 8 تا ده ماه وقت می خواهد و اگر از طریق حلب کالب مدیترانه حمل شود تا وصول به بندر مارسی که نزدیکترین بندر است دو تا سه ماه در راه خواهد بود هر دو این راهها بسیار خطرناک است زیرا علاوه بر طوفان مسائب متعدد دیگر نیز در این دریانوردی طولانی حیات کشتی و ملوانان را تهدید می کند و علاوه تمام مسیر مملو و از دزدان دریایی است در حالی که تنها خطر دریای سیاه عبارت از وجود ترک هاست و آن را هم قذاخ به تنهایی قادرند برطرف سازند و حتی اکنون نیز ترک از ترس کشتی قذاخ و حمله آنان نمی توانند از این دریا استفاده کنند از اینها گذشته وقتی مال و تجاره به این ترتیب از دریای سیاه گذشت مستقیما در اروپا به کشورهایی که به آن احتیاج زیادی دارند میرسد و به آسانی به لهستان و آلمان و روسیه حمل می شود در حالی که این کشورها اکنون برای خرید ابریشم باید از طریق انگلیسی ها و فلامانت ها اقدام کنند و این کار برای آنها بسی مشکل است. سخنان من بر آقا خیلی خوش آمد و پرسید آیا درباره این امور با شاهنی صحبت کرده ام یا خیر؟ گفتم درباره اغلب موضوعات فوق ذکر با اعلی حضرت مطالبی را در میان گذاشتم ولی بسیاری از مطالب نیز باقی مانده است که برای فرصتهای دیگر گذاشتم آقا میر گفت شاه عباس با پادشاه اسپان مکاتبات زیادی رد و بدل کرده و روابط آنان بسیار صمیمانه است بنابراین میتوان انتظار داشت این نظریات به آسانی عملی شود بعد از مبادله تعارفات گرم و صمیمانه از یکدیگر جدا شدیم و قرار شد موقعی که شاه برای شکار بیاید او یا وزیر مازندران مرا از جریان مطلع سازند روز سه شنبه دوم جوان صبح بسیار زود آزم شکارگاه شدم. زیرا شب قبل آقا میر و وزیر مازندران خبر ورود شاه را به من داده بودند. وزیر مرا در یکی از چادرهای خود جا داد. زیرا شاه گفته بود وقتی موقعش شد همه را مطلع کنید ملاحظه کردم که استفانو یه نیز آنجاست همانطور که قبلا نوشتم وی در فرهاباد از شاه اجازه مرخصی گرفت و رفت ولی هنوز سه روز راه بیشتر دور نشده بود که شاه کس به دنبال او فرستاد و دستور داد بازگردد و در انتظار بماند علت این کار را نمیدانم ولی تصور می کنم شاه یا در انتظار جوابهایی است که باید از طرف بگرات میرزا برسد یا میخواهد ببینن نتیجه کار با ترک ها امسال چه می شود و سپس او را با دستورهای قاطع تری روانه سازد من خیلی از بازگشت این قضا خوشحال شدم زیرا به این ترتیب اثر سخنانی که به آقا میر در میان گذاشته بودم به هدر نمی رفت و این امکان به وجود می آمد که به استفان و تعلیمات مهمتری داده شود همان روز اندکی بعد از ناهار شکار آغاز شد چند هزار مرد دو به دو با چماخهایی که در دست داشتند فریاد کنند شکارها را رم می و گرد و خاکی برپا بود اما شکار زیادی جمع نشد و شاه چون اده جانوران را قابل ندید ما را خبر نکرد و خود با زنان حرم به شکار مشغول شد ولی شنیدم که شکار گیلان بسیار خوب بوده است و از هشت تا ده هزار حیوان وحشی از قبیل بز کوهی و گوزن و گراز و خرس را کشتند و تازه تعداد آهوهای شکار شده وارد این محاسبه نیست. متاسفانه من به علت بیخبری یک چنین فرصتی را از دست دادم. روز یک شنبه سوم جوان به چادر خود بازگشتم تا دستور عظیمت دهم. روز دوشنبه شاه نیز آزم غزوین شد. و موقعی که در سر راه برای صرف نهار توقف کرد چشمش به مترجم من افتاد و از دور او را شناخت و صدا کرد و پرسید آیا شکاری را که برای من فرستاده است به دستم رسیده است یا خیر چون شنید آن را نیاورد ان متغیر شد و وزیر مازندران را خواست و به او دستور داد که فورا شکار را بفرستد و وزیر هم بیدرنگ یک شکار به مترجم من سپرد لاشه حیوان به اندازه بزرگ بود که چون مترجم به عادت ایرانیان آن را زیر شکم اسب بست به زحمت توان سخانه بیاید نمیدانم بز کوهی بود یا گوست و به حال دو شاخ سیاه و پیچاپیچ داشت و با گوشت این حیوان وحشی که به دست شاه یا یکی از زنان او شکار شده بود چند وعده خوراک ما فراهم شد همان شب من نیز دستور دادم باروبونه را ببندند و به دنبال شاه به افتادم جاده فرهاباد به فیروسکو شمالی جنوبی بود ولی از فیروسکو تا قزوین جاده به سمت غرب امتداد میافت. آن شب از دو رودخانه عبور کردیم و جاده کوهستانی بسیار مشکلی را پیمودیم. تمام این کوهستان پر از نوعی گیاه خوشبو بود که گل آنها را میشد به یک حرم بزرگ زرد رنگ مرکب از دانه های ریز تشبیه کرد. من قبلا هرگز چنین گلهایی ندیده بودم و گمان نمی کنم در ایتالیا مثل آن را داشته باشیم کسی هم نبود اطلاعاتی در این باره به من بدهد زیرا همراهی که از اهالی مارسی با خود داشتم در فیروزکو ناگان مرا ترک کرد و رفت علت این اقدام او را نمیدانم ولی به هر حال پیش خود قسم خوردم هیچ وقت یک فرنگی را با خود به خارج از اروپا نبرم زیرا آنان در این سرزمین ها واقعا بد میشوند یعنی بهتر بگویم هیچ اروپایی خوبی رنج یک چنین سفر طولانی را به خود هموار نمی کند. و آنهایی که حاضر به این مسافرت ها می شوند همه مردمی نااهل و کجفکر و بدعمل عمل هستند که چون نمی توانند در سرزمین خود باقی بمانند به فکر گردش دور دنیا می افتند. به هر حال این گلها شاید چیزهای خیلی عادی و پیش و پا افتادهی باشد و چون اکنون می دانم در کجا می توان به آنها دسترسی یافت اگر علاقه من باشید می توانم نمونه های لازم را برایتان به ناپل بفرستم. بعد از طی پنج فرسنگ سه ساعت از خورشید بالا آمده در حالی که کوهستان را پشت سر گذاشته بودیم در محل زیبایی که نهری در میان آن جاری بود و چمنهای سرسبزی برای چریدن حیوانات داشت بارفکندید. شب دوم با را با اسباب و اساسی عقب گذاشتم و خودم با سرعت با اسب به جلو راندم زیرا نمیخواستم آنقدر از شاه عقب بمانم که رسیدن به او برایم مشکل شود و در نتیجه مرا تنبل تصور کنند از دههای متعددی گذشتم و در دهی به نام گیلارد سه ساعت خوابیدم و سه ساعت از خورشید بالا آمده از رودخانه به نام جاج رود گذر کردم گرچه این رودخانه نسبتاً عمیق بود ولی پل مخروبه داشت که عبور از آن را امکان وزیر می ساخت. بالاخره ظهر روز چهارشنبه ششم جوان یا کمی دیرتر در حالی که ده تا دوازده فرسخ راه پیموده بودم به شهری به نام تهران رسیدم که یک فرسنگ دورتر از مقبره یکی از مقدسین آین اسلام واقع شده است منظورش مقبره حضرت عبدالعزیمه شاه در همان حوالی توقف کرده بود ولی وی در تهران خانه ندارد و هرگز به دانجا پای نمیگذارد و حتی یک مرتبه به آن فوش داده و به روح پدر هر کس که وارد این شهر شود لعنت فرستاده است به نظر می رسد که وی موقعی در این شهر به علت خوردن میوه زیاد مریض شده و دانه های از بدنش بیرون ریخته است ادنیز می گویند که اهالی شهر تهران آنطوری که باید از او استقبال نکردند با تمام این لعن و نفرین ها من مایل شدم به دیدن شهر بروم و به دین قصد از میان اردو عبور کردم و با وجودی که مردم تهران به خارجی ها جا نمی محل دلچسبی در یکی از باغات پیدا کردم و در سایه درختان به خواب خوشی فرو رفتم بانوم آنی نیز بعدن رسید و به استراحت پرداخت آن روز طبق معمول عده زیادی از زنان ایرانی به دیدن ما آمدند که در بین آنها چند نفر مسیحی فقیر و بدبخت نیز بودند در این شهر فقط دو خانوار مسیحی وجود دارد که با آنها نیز دستور داده شده به فرهآباد کوچ کنند تهران شهر بزرگی است که از قذوین وسیعتر است ولی عده کمی در آن ساکن هستند تمام این شهر از باغهای بسیار بزرگی پوشیده شده و همه رقم میوه در آنجا یافت می شود. منتها به علت گرمی هوا صبح خیلی زود باید آنها را بشینند و برای فروش به اطراف بفرستند. تهران پایتخت ایالتی است که به همین نام خوانده می شود و مقر خان است. این شهر بر سر راه فیروسکو واقع شده و خیابانهای آن از نهرهایی که تعداد آنها فوق العاده زیاد است سیراب می شود. و همین نهرهای پهن و باریک و کوتاه و طویل برای آبیاری باغات نیز مورد استفاده واقع می شوند. خیابانها پر از درخت های چنار است که همه پربرگ و قطور و زیبا هستند و باید بگویم که در تمام مدت عمر خود هیچ وقت تعداد به این زیادی چنارهای تنومند زیبا ندیدند. تنه این درختان به قدری قطور است که اگر دو مرد دست به دست یکدیگر بدهند باز هم نمیتوانند یکی از آنها را بغل بگیرند و من باید واقعا تهران را شهر چنار بنامم از این گذشته امارت یا چیز زیبای دیگری در این شهر نیست شاه غروب پنجشنبه حرکت کرد و ما نیز عازم شدیم بعد از یک شب راهپیمایی به رود بزرگی رسیدیم که بر روی آن پل بسته بودند این آب کرج رود خوانده می شود و در کنار آن ده بزرگی واقع شده که همین نام را دارد. منظور رودخانه کرج است که سابقا کرج رود خوانده می شد و نویسنده آن را چیره می نویسد. دنبالی مرد؟ من که هفت فرسنگ را پیموده بودم و می دانستم اردو به این زودی ها نخواهد رسید. در اتاق زیبای جدید سفید تمیزی که شاه دستور داده بود برای استراحت مسافرین قدری بالاتر از آب در پایین پل بر روی رودخانه بسازند و اطراف آن باز است به خواب خوشی فرو رفتم رودخانه در زیر با صدای روح بخش جاری بود و من که فطرتا طرفدار خواب هستم و از مسافرت شبانه واقعا خسته شده بودم چنان از هوش رفتم که شاه و تمام اردو از بالای پل گذشتند و چیزی نفهمیدم صبح شطورها را روی چمنزار رها کردند و تمام اردو همانجا چادر زد ولی شاپ به اتفاق چند تن از خاصان به سمت قزوین حرکت کرد و حرم را در همان محل باقی گذاشت و ما تا قزوین دیگر او را ندیدیم شب بعد نمیدانم در اثر اشتباه کسانی که جلو رفته بودند یا برای کوتاه کردن راه اردو از راه های بد باقی در جلگه غیرمسکون و لمیزره به سوی قذوین به راه افتاد پس از هفت فرسنگ راهپیمایی به دهی خراب به نام حوزاباد رسیدیم و اتراخ کردیم تمام مدت روز باد شدیدی که از روی شنهای جلیه گذشته بود و چشم را از شدت گرد وخوا کور میکرد و چادرها را میخواست از جا بکند ما را آزار میداد اصر روز شنبه از این محل نامطلوب عظیمت کردیم و صبح روز یک شنبه دوازده همه جوان دو ساعت از آفتاب بالا آمده به حوالی قزوین که نیمه راه مقصد بود رسیدیم. در قزوین برای یافتن خانه هنگامه ای برپا بود و از این جهت خیلی به زحمت افتادیم. داروغه و کلانتر برای راضی کردن همه نمیدانستند چه باید بکنند. ولی ما را چون مهمان شاه و از دیگر محترمتر بودیم به چند خانه بردن تا هر یک را خودمان خواستیم انتخاب کنیم در حالی که دیگران هنوز بیرون از شهر و در چادرها به سر می بردند. در شهرهای ایران غالبا مدخل خانه ها را بسیار زشت و کوچک و تاریک می سازند. تا در این گونه مواقع سربازان و سرداران سپاه بر آنها طمع نبرند و به قصد منزل کردن در آنجا صاحبخانه را بیرون نیندازند خانهایی که به ما نشان دادن از این گونه بود و من چون مشاهده کردم باید زنان و مردان بیگناهی به خاطر ما از خانه و مسکن خود رانده شوند زیر چادر در کنار چشمه کوچکی که به نام پدر تخت بیک مهماندار من در فرهاباد که روزی با قدرت زیاد در این صفحات حکم رانی می کرده از چشمه شیخ احمد خوانده می شد منزل کردم اکنون درباره شهر مطالبی به اطلاعاتان می رسنم این شهر بزرگی است که مرکز قسمت بزرگی از ایالت آذربایجان محسوب می شود این شهر قبل از اینکه شاه عباس از آن متنفر شود پایتخت بود و به طوری که میگویند طرفار شاه عباس از آن به علت پیشگویی یک نفر منجم است که گفته او در این شهر خواهد مرد یا گرفتار مصائب زیاد خواهد شد شهر دارای حصار نیست و سکنه آن مانند اهالی هر شهری که بر سر راه واقع شده باشد غالبا از بازرگانان و سوداگران هستند خانه ها بد و وضع آنها به خصوص از بیرون رقت آور است و از وقتی دربار از اینجا منتقل شده قالب آنها به خرابی گراییدند خیابانها بسیار بد و باریک و کج و معوج و پرگرد و خاک است و به علت تابش خورشید و کوتاهی دیوار خانه ها عبور از آنها با زحمت انجام می ساختمانهای ساختمان های بازار نیز بسیار بیغواره و زشت است ولی مغازه ها همه پر از خوراک و پوشاک و امتعه مختلف هستند. روی هم رفته رونق قزوین که این همه در جهان شهرت یافته است خیلی کمتر از آن چیزی بود که فکر می کردم. درست بر عکس اسفهان که خیلی بیش از حد تصور من زیبا بود و واقعا باید گفت شاه مرد با سلیقه است چیزی که در قزوین جلب توجه مرا کرد درب شاهی بود که در یک میدان بزرگ واقع شده است این درد نقاشی نشده و فاقد تزیینات طلایی است ولی عظمتی به سزا دارد و در پس آن نخست دالان مرتفعی قرار گرفته که دربانها در آنجا جای دارند و بعد حیات بزرگ و زیبایی واقع شده که پر از درخت چنار است و کسانی که صبحها در انتظار خروج شاه ایستاده اند از سایه آنها استفاده می کنند جلو حیات در محل سربسته ای یک حوزخانه ساخته شده که بالای آن یک تالار نسبتاً طبیلی است که صوفی ها در آن اطعام می شوند. در قسمت چپ دیوار مقابل حیات درب دالان دیگری واقع شده که مخصوص بار آم شاه است و بعد از این دالان درب سومی قرار دارد که شاه برای بار از آنجا وارد می شود و در قسمت چپ همین دالان درب دیگری است که اگر شاه بخواهد با اسب وارد شود از آن استفاده می کند. در دالان اول تاغنمایی است که قسمت از آن در اختیار غلامان شاه است و در قسمت دیگر صندوق و وسایل مسافرت و پیشکشی ها را قرار می دهند. از این گذشته باید بگویم تا کنون داخل خانه شاه را ندیدم و از خارج نیز چیز جالب توجه دیگری وجود ندارد. دومین چیزی که در قزوین جلب توجه مرا کرد میدان بزرگی است که دور از قصر شاه و در حوالی بازار واقع شده و گرچه به زیبایی میدان اسوان نیست ولی طولش به همان اندازه و ارزش تقریبا یک سوم طول است علت بزرگی این میدان وجود زمین چوگان در آن است و دروازه های این بازی نیست یکی در بالا و دیگری در پایین میدان استوار شده اند ها همه قدیمی و بد هستند ولی دو قصر کوچک سلطنتی با ایوانهای متعدد یکی در این طرف و یکی در آن طرف میدان ساخته شده تا در موقع تماشای چوگان بازی از آن استفاده شود ایوان یکی از این خانه ها با پرده پوشیده شده است و گمان می کنن مخصوص حرمسرا باشد زیرا در پشت آن نیز باغچه است بزرگترین عیب میدان این است که چون دیوارهای بازار کوتاه است دائما در معرض تابش آفتاب قرار گرفته و فقط اول شبها مردم می توانند برای قدم زدن و تفریح به آنجا روند. اطراف میدان را درخت کاشتند ولی آنها هنوز کوچک هستند و استفاده نمی رسانند. جوی های باریک نیز در پای این درختان جریان دارد. دور تا دور میدان را دورج تارومی چوبی کشیدم. و در وسط آنها و کنار درختان حوالی جویهای آب گیاهان مختلفی کاشتند که تصور میکنم بوتهای گل باشد و به هر حال چیز جالبی است شاه تقریبا هر شب با اسب وارد میدان میشود و تمام اعیان و اشراف برای ادای سلام و مراسم احترام قبلا سوار اسب در آنجا حاضرند صبحانیز نیز در مقابل درب شاهی بار آمن جام می میشود ولی این امر کمتر اتفاق می افتد و چه بسا مردم ساعت آنجا می ایستند و شاه بیرون نمی آید. به همین مناسبت رغبت عمومی به میدان بزرگ بیشتر از زیر شاه را در آنجا خیلی به آسانی می شود دید و به علاوه جا فراوان است و اشکال و مقررات زیادی هم برای این کار وجود ندارد. میدان را همه روز عصر چندین سقا با مشک آب می پاشند به طور که کاملا خنک می شود. قبل از اینکه شاه وارد شود مردم دسته دسته در گوشه و کنار با هم به صحبت مشغول می شوند و که شاه سواره وارد میدان شد کسانی که پیاده و آنجا آمده اند پشت نرده های چوبی که گرداگرد میدان کشیده شده یا زیر اتاق و تاقنما های اطراف میدان یا روی بام های مرتفع اتاقها می روند سواران نیز گرداگرد جلو نرده صف میکشند و به این ترتیب وسط میدان خالی می شود. محل ما مهمان ها مناسب تر از دیگران است یعنی در وسط یکی از ازلاع میدان واقع شده که شاه غالبا آنجا می و دیدنش آسان تر است شاه با چند تن از ندیمان و نزدیکان به درون میدان می آگد و از مقابل صف حاضران می و همه با فرود آوردن سر به او سلام می کنند این سلام که با یک حرکت سریع سر انجام می گیرد بسیار نامعنوس است ولی با توجه به اینکه همه امامه دارند منظره جالبی به وجود می آید. بعد از مرتبه اول اگر شاه هزار مرتبه دور میدان بگردد کسی سر فرود نمی آورد و خود او هم جز این چیزی نمی خواهد. وی با کمال سادگی و مهربانی و بدون هیچ گونه تشریفات و آری از هر گونه تکلفی با نزدیکان خود سخن می گوید. و رفتاری درست مخالف پادشاهان قدیم ایران که طبق نوشته مورخین تشریفات درباری آنان خارق العاده بود دارد از قزوین وقتی شاه در میدان است همه بی در جای خود میستند یا اگر کسی نخواست بماند بعد از اینکه مرتبه اول سلام کرد پی کار خود می رود. ولی غالبا همه در محل باقی میمانند، زیرا همانطور که گفتم اینجا گردشگاه عمومی است شاه کمتر در یک جا می ایستد بلکه اسب خود را به این طرف و آن طرف میراند، گاه با یک نفر مسافتی را طی میکند کند و گاه به نزد ما میآید آید و با هر کس میل داشته باشد حرف می زند و یا کسی را احزار می کند. وی غالبا می خندد و حرفهایش تو با شوخی و مسخره است. در تمام مدت گروهی از غلام بچگان مخصوص او با تنکای شراب و جامهای زرین در اطراف میدان میگردند و به مهمانان شاه و سران دولت و کسانی که مورد علاقه و توجه مخصوص هستند شراب میدهند نقارخانه نیز در آن طرف میدان آهنگهای جنگی میزند شاه بسیاری از آلات موسیقی ترکا و ازبکا را که در جنگا به قنیمت گرفته است مورد استفاده قرار میدهد و با همین آلات آهنگهای جنگی ترکی و ازبکی نیز مینوازند در حالی که سابقا از این آلات موسیقی مرسوم نبود وقتی شاه مایل باشد یعنی تقریباً هر شب ضمن یک آهنگ خاص نقارخانه کسانی که به بازی چوگان آشنایی دارند وارد میدان میشوند شاه شخصا عدهای را برای بازی صدا می کند و خود نیز چوگان به دست میگیرد و اسب میتازد و میتوان گفت این بازی را خیلی بهتر از دیگران میداند چوگان تقریبا چیزی شبیه آن بازی است که مردم فلورانس با پای پیاده انجام می دهند و به آن کالچو می گویند. بازی از این قرار است که هر طرف سعی می کند توپ را به دروازه طرف مقابل برساند و فقط فرق میان بازی مردم فلورانس با بازی ایرانیان این است که آنها پیاده و در میدان کوچک با تعداد زیادی بازی کنیم. بازی را انجام می دهند و به یکدیگر ضربه و تنه و مشت می زنند در حالی که تعداد بازیکنان ایرانی بیش از پنج یا شش نفر نیست و همه سوار بر اسب هستند و بسیار متین بازی می کنند و به یکدیگر تنه و مشت نمیزنند. هر سواری می خوشد تا خود را زودتر به گویی که از چوب بسیار سبک ساخته شده است برساند و آن با چوگان که چوب بلند سرکجی است از دست حریف خارج کند. چوگان را به دست راست می گیرند و هنر چوگانباز در این است که گوی را از نزدیک دنبال کند و همیشه از حریفان پیش باشد و اگر نتوانست خود را به گوی برساند حدل امکان راه حریفان را مسدود سازد و نگذارد آنها گوی را با چوگان بزنند در تمام این حرکات مهارت و سرعت اسب و سوارکار از عوامل اصلی موفقیت محسوب می شود و مطلب مهمتر این که بازی چوگان افراد را برای هنرنمایی در میدان نبرد آماده می سازد و روی هم رفته از تمام بازی های مشابه ما بهتر و ارزنده تر است و اگر با لباس متحد و زیبا انجام شود برای بانوان دربارهای اروپا بسیار شایسته و مناسب خواهد بود زن در کوچه های قزوین فروان است ولی همه پیاده هستند و روی خود را پنهان می کنند و چادر آنان خیلی ارزان قیمت است بسیاری از بانوان طبقات عالی نیست در حالی که لباس های فاخر در زیر بر تن دارند برای پنهان کردن شخصیت خود چنین چادرهایی بر سر می کنن. زنان نسبت به مردان این رجحان را دارند که می توانن طرف مقابل را ببینند و خود دیده نشوند در حالی که مردان متقابلا قادر به این کار نیستند گرچه مردم در اینجا نیمتنه های تقریبا شکل ما را بر تن ندارند ولی دیدن این همه لباس های رنگ و رنگ و امامه های گوناگون در میدان به این بزرگی منظره جالبی را به وجود می آورد که خالی از لطف نیست. اولین باری که من شاهد ورود شاه به میدان بودم روز یک شنبه یعنی همان روز ورودم بود و بعد از آن نیز مرتبا هر روز با علاقه زیاد به میدان می رفتم ولی در ایام اخیر آنجا خلوت شده و من هم دیگر نمی روم. زیرا شاه نیز نمی آید و اردو در حال عزیمت است و عده زیادی شهر را ترک کردند. یادم رب بگویم که شاه تا برآمدن شب و یک ساعت بعد از غروب آفتاب در میدان میماند و ما هر وقت بخواهیم بدون سلام و تعارف مجدد به راه خود می رویم و حد ماندن در میدان تا موقعی است که شاه در آنجا باشد و بعد همه آنجا را ترک میگویند. اکنون باید به شرح وقایع قزوین از قبیل بار آم و ملاقات شاه با فرستادی سردار تور و مأمور مذاکرات صلح و پذیرش سفیر اسپان و غیره بپردازم ولی چون اردو در حال حرکت است و من هم باید بروم حتی وقت باز نوشته های سابق را ندارم و امیدوارم در محل توقف بعدی بتوانم مطالب را ادامه دهم و نوشته های فعلی را نیز تصحیح کنم قزوین 25 ژوئیه 1618